بله دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. دوشنبه است، 16 ماه آپریل 2018 میلادی و برابر است با 27 فروردین ماه 1397. شهر امن و امان. الحمدلله آقای ترامپ به سوریه حمله کرد، این کرم حمله کردنش فعلا ریخته تا ببینیم چی میشه. جالب اینه که اول حمله کردن، بعدا میگن حالا باید تحقیق کنیم ببینیم بشار اسد بمب شیمیایی انداخته اونجا یا دیگران انداختن که ما بریم اینو بزنیم. یادتون به کدام جوک میفته؟ گفتن یه خرگوشی توی جنگل داشت با سرعت میرفت، دوستش رسید بهش گفت چرا با این عجله کجا میری؟ گفت آقا یه سری پدرسوخته اونجا وایسادن، هر حیوانی که 3 تخم داره یکیشو میبرن. گفت خب تو چرا نگرانی؟ تو که 2 داری. گفت آخه اینا انقدر احمقن، اول میبرن بعدن میشمرن. حالا این ماجرای آمریکاست. بعدم میگه ما این بار رفتیم زدیم فقط به اونجایی که اینها چیز شیمیایی درست میکردن. اون وقت از اون ور برید فیلم ها رو ببینید، ببینید کجا رو رفته زده. یه جایی که حتی امدادگرا و سازمان ملل و اینا هست و اونا اومدن میگن آقا اینجا اصلا اگه کارخونه شیمیایی و فلان بود که ما میفهمیدیم، اصلا از این خبرها نیست. همه این ماجراها سر اینه که آدمای خبیثی بر سر کار هستن. این آقای ترامپ، شما ببینید، حیف کلمه آقا، ببینید یک روز میشه که واقعا بیشتر خر زندگی کنیم؟ که یک داستان جدید، قصه جدید، دردسر جدیدی این رو نکرده باشه و واز نشده باشه. تو دفتر وکیلش که ریختن همه مدارک رو گرفتن، خواب از چشم همه پریده، چون این انقدر کثافت کاری کرده. حالا تازه فهمیدن این آقای وکیل ایشون هیچ موکل دیگه ای نداره. یعنی آقای ترامپ انقدر خرابکاری میکنه که همین وکیله با خرابکاری های این اموراتش میگذره. ببینید تو چه مملکتی داریم زندگی میکنید، چجوری اینا آمریکا رو دارن از بین میبرن. از اون وقت اون دیرکتور یا به اصطلاح مدیر و رئیس FBI که این تقریبا 1 سال قبل، هنوز 1 سال نشده، 1 سال قبل اخراجش کرد، برداشته یک کتابی نوشته که اصلا همچین چیزی تا حالا سابقه نداشته که یه رئیس جمهور سر کار باشه، رئیس FBI که زیر دستش بوده و کار کرده بیاد دربارش تو کتاب بنویسه. معمولا بعد می‌نویسن، بعدن از کثافتکاری های هم دیگه پرده بر می‌دارن، ولی همچین چیزی که رئیس جمهور تو دفترش باشه، تو آفیسش باشه، سر کار باشه، هنوز به اصطلاح رئیس جمهور باشه و رئیس FBI بیاد چیزی بنویسه، سابقه نداشته. خیلی ممنون. سعید عزیز میگه sound good looking fantastic، برای که باور کنید 5 دقیقه قبل حمام بودم و همون جور به رسم قدیم یادتونه اینجوری کیسه میکشیدن رو صورتمون، یک لیف و صابونی زدم به صورتم، گفتم اگه جرم مرده، سلول مرده هست برید، حوصله شما رو ندارم. ما اینجوری هستیم دیگه، سلولی که تا دیروز زنده بوده برامون کار میکرده حالا میندازیمش دور. یه جوکی براتون بگم. پریشب یه چند از دوستان ما که خیلی هم آدمای شاد و خوبی هستن اینجا با ما بودن و یه دوست خوبی داریم که شاعر هم هست، ایشون تعریف میکرد که اگر کف پاتون، ته پاتون ترک میخوره، یکم وازلین بمالید و جوراب بپوشید. مثل که جوراب نپوشیدن باعث میشه که پا ترک بخوره. بعد همون موقع یکی بهش گفت آقا ما الان 60 ساله داریم شورت میپوشیم، چجوری چرا اونجامون ترک داره؟ اینم ماجرای این. در صورت بودن با دوستان یکی از به اصطلاح شادی های زندگی منه، داشتن دوستان خوب سرمایه منه، ثروت منه و من از همشون ممنونم. دوستان عزیز، اگر مایل هستید این کتاب های یعنی این کتاب خدا سالاری و درماندگی رو داشته باشید و کمکی هم به تلویزیون مردم کنید، امروز خوشحالم که 2 بسته دیگه، یعنی 2 تا کارتون دیگه رسید. تشکر میکنم از آقای لادن گرامی، امیر حسین لادن، و
این کتاب هست، بذارید با این نشون بدم اینم بهتر. بله، خدا سالاری و درماندگی، مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری، امیر حسین لادن. حالا به چه صورت هست؟ اگه تو آمریکا هستین شما به من یه ایمیل یا روی فیسبوک، ایمیل بهتره چون وقت با ایمیل نگه میدارم شما رو، میذارم جزو لیست شاگردای خوب، یادتون وقتا مینوش شاگردای بد، شاگردای خوب. در هر صورت ما براتون این کتاب رو پست میکنیم، شما هم اگه لطف کنید یه حمایتی کنید ممنون میشم. بالاخره ما 4-5 دلار باید پول پست بدیم و شاید هم ارزون تر، نمیدونم، یک کتاب چون به صورت مدیا کتاب میفشیم ساعت 3-4 دلار، بعد وقت بذاریم بریم اونجا، شما هم نشون بدید که هم برای وقت ما ارزش قائلید هم برای این کتاب ارزش قائلید. مینیمم دیگه 20 دلار، حالا از اون ور ماکسیمم به قول ایرانی ها جدیدن میگن سقف نذاشتیم، سقف بازه، هر چی دلتون خواست پرداخت کنید. یه جایی برای کسی یه کاری انجام دادم حقیقتا مثلا 30-40 دلار میشد، گفت چند بدم؟ میخوام بهتون بگم بعضی وقتا خود ما هم مریضیم، مرض داریم. بهش گفتم که هر چی دلت خواست، فکر میکردم خودش حالا 100 دلار میده، در صورتی که من باید میگفتم 50 دلار، 40 دلار، 30 دلار، که یعنی این بدونه دیگه 30 دلار مینیمومه. اونم دست کرد 20 دلار داد، ما 20 دلار رو گرفتیم، تا یه ساعت به خودمون فحش میدادیم که آخه مرد حسابی این چه کاری بود کردی، چرا طمع خام یا خام طمع، شیرازی ها میگن طمع خوم، چرا طمع خوم بازی در آوردی که حالا ضرر بدی؟ ولی ضرر رو با جون و دل قبول کردم، گفتم تا من باشم دیگه به طرف بگم آقا این قیمتش اینقدره، میخوای بخواد، نمیخوای نخواد. و اما خوشحالم آقای بها اپری هم اینجاست، ویدیوهای فرستاده، نوشتهای فرستاده، بهش نوشتم والا دیگه نمیدونم چی بگم. سوریه، آمریکا میگه ما رفتیم زدیم اونجوری مردم آزاد میکنیم و دنیا آزاد میشه، از اون ور سوریه میگه آقا اینا اومدن دوباره زدن مردم رو کشتن، و بشار اسد میگه ممنونم که روسیه اومد موشکای آمریکا رو از بین برد. واقعا یه فیلمی بود، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، این همون دنیاییه که من و شما توش زندگی میکنیم، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. حالا این فیلمی رو که آقای ابهری برای من فرستاده اینجا به شما چند دقیقهش نشون میدم، اینم از همه هارت و پورتای مال ایران، میگم والا من دیگه نمیدونم. حالا اونا رو باور کنین، خب بذارید باور کنین. شما از اول جنگ ایران و عراق هیچ روزی شنیدید که رادیو ایران بگه عراقی ها اومدن خرمشهر رو گرفتن، عراقی ها تا کرمانشاه و مهران و فلان پیشروی کردن؟ همش دروغ، همش میگفتن ما پیروزیم، میچرخوندیم این و اون مرتیکه هم از عراق میگفت ما پیروزیم. و این پیروزی این دوتا احمق، این جنگ در برای خدای مسلمان دوتا شدن، یه خدا داشتن، باعث شد 1 میلیون نفر از این دو کشور از بین برن و حالا چند میلیون نفر زخمی و مجروح و اثرات بعدی جنگ و اینا، اونو دیگه آماری نداریم، چون این بند به خدا رو دادن دست بنیاد بنیاد شهیدان، نمیدونم چی بود یادم رفت، اون آقای کروبی که حالا بعضی از این جوونا اینا رو نمیشناسن میرن دنبالشون، اونم چه سوء استفاده‌ای که بنیاد شهدا فکر کنه. هیچ خلاصه آمار دقیقی نیست، کمک نمی‌کنن این بیچاره‌ها، هم اگه خانواده‌هاشون کمک چیزی کرده باشه امورشون میگذره، اگه نه خدا میدونه خیلی هاشون ممکنه زودتر از موعد مقرر به اصطلاح عمرشون تلف شده باشن چون ازشون به خوبی نگهداری نشد. بله، اجتماعات نامشروع در واشنگتن دی سی میگن که درود بر شما آقا، خسته نباشید، چون که میدانم در گیر کارهای استاد هستید دلم میخواست تا من هم آنجا بودم تا هم به بوسه بر دستان استاد بزنم و هم کمک کرده باشم، با اینکه میدانم و میدانید که من به خاطر بیماری و دردهایم کاری از من برنمیاد، هیچ حتما هم باعث زحمت و دردسر میشدم. میگه آدرس فرستنده این است، آدرس های گیرندگان ایمار بسیار هستن که من آن را من اصلا متوجه نمیشم، هموطنان فلانی، سازمان نگهبانان ایران جاوید، از شما جمع تجمع از تاریخ، آه این ماجرا خنده داره، به یکی از دوستان گفتم شما هم میای، گفت برای این حمزه پور، گفت مگه من دیوانم؟ گفتم یه عده دیوانه هستن دارن میان دیگه، اینم از این ماجرا، حالا بیان ببینیم چی میشه. یه دوستی میگه آقا حالا بزنین اینا فعالیتشونو بکنن، شاید شد، گفتم شما مثل اون کسی میمونی که نشسته بود یک لیوانی
با ماس آورده بود کنار دریا، هی قاشق قاشق این ماس رو میریخت تو دریا و هم میزد. طرف بهش گفت آقا داری چیکار میکنی؟ گفت خب این آب نمک و شوره، منم ماس اضافه میکنم دوغ میشه. گفت آخه یک لیوان با یه دریا میشه دوغ؟ گفت حالا شاید شد، حالا شاید این آقای حمزه‌پور به اصطلاح تونست و شما رو آزاد کرد. میگه که کاکو من هم آن ویدیو رو برایت به جهت معرفی هارتوپورت های معمول فرستادم. این متاسفانه همینه، چون دو طرف دروغ میگن شما نمیدونی حقیقت کجاست. حتی اونایی هم که میگن حقایقی را که دیگران نمیگن بیاین اینجا ما بهتون میگیم، میبینی همونا هم یه دروغی میگن که فقط به نفع خودشونه و روزگار بدی زندگی میکنیم. چپ و راست دیدید براتون ایمیل میاد، تکس میاد، از تکس نه مسیج میاد که من مارک نمیدونم سوکربرگر هستم، صاحب فیسبوک و میخوام پول بگیرم. میگم آخه ببخشید دوستای خودم هم فامیلای خودم هم هستم، شما چقدر احمقید؟ این که میتونه مستقیم برای خودتون بفرسه، میفرسه برای یه ایرانی دیگه، اون ایرانیه به 9 نفر بفرسه، اگرم نفرسید تا شب یا بابات میمیره یا مامانت میمیره یتیم میشی. نکنید این کارا رو، زشته. یا یه ویدیوی دیگه درست کردن که حالا اومده اصلا ویدیوهایی که صحبت کرده صداشو برداشتن گذاشتن که بله من میخوام حسابمو ببندم. کجا حسابشو میبنده؟ این همه زندگیش از اینجا اومده. ضمن این که اگه همه امروز حسابش رو ببنده، تا 3 نسل بعد این آقا اوضاعش درسته و از لحاظ مالی وضعش خوبه. خیلی ممنون آقای نگهبان عزیز، میگه بنیاد شهید. مرسی، خیلی ممنون. بله برید نگاه کنید، برید تحقیق کنید، برید ویدیوهایی رو که مردم گذاشتن در رابطه با همین سید کروبی، مهدی کروبی، ببینید که چه بلایی به سر بنیاد خانواده شهدا می آورده. اگر زنه رنگروی داشته به اصطلاح چه پیشنهادهایی بهش میکردن، اگر طرف مجروح بوده چه چیز نگیم بهتره. بله هپی تو سی یو، خسته نباشید. خیلی ممنون دوستان عزیز. خانم فری شوبری هم اینجا هستن. چون بعضی از شما سوالاتی از من میکنید که من میگم از خودشون بپرسید و احیانا اینشون هم تا حالا چند نفر تماس گرفتن ازشون سوالات کردن. شنیدم یه نفر از نیویورک، اونی که نیویورکه بهتره، این بیزینس اگه اینجا بود من خودم میرفتم دنبال کارش، چون هم کاری که با مردم سر کار داری از اون بهتر بیشتر با جوونا سر کار داری. میدونی شما وقتی با جوونا معاشرت کنی جوون میمونی، وقتی با پیرمردا و مریضا و اینها معاشرت کنی پیر میمونی. حالا یه عکسای بهتون نشون میدم کیف میکنی. در صورت سوالاتی هست بالاخره من میدونم، گفتیم که یه چند روز بگذره از خود ایشون سوال کنیم، هم مجموع سوالایی که دیگران پرسیدن اگه ایشون بخواد بگه که به اصطلاح اجاره چجوریه، لیست چه مدتیه، چجوریه، سوالاتی بالاخره سوالاتی که ممکنه به مغز من و شما نرسه، ولی اونی که میخواد خرید اونی که میخواد بخره یا تیک اوور کنه، چون خریدن نیست، این نقل و انتقال. حالا من نمیدونم اونی که دریافت میکنه چی میشه، اونی که به اصطلاح واگذار میکنه چی میشه. جمعه به احتمال 99% با خانم فری شوبری، قبلا هم با ایشون من مصاحبه داشتم درباره محصولاتی که داشتن و اینها، و روی فیسبوکشون هم که بهتون نشون میدم در قسمت آگهی ها، اونجا هم که برین عکس خودشون، عکس همسرشون آقای لطفی گرامی هست. و من میگم چند ساله، فکر کنم الان دیگه 8-9 سال باشه که افتخار دوستی و آشنایی با این دوستان رو دارم و خیلی هم از این بابت خوشحالم. و اما بله اگه دنبال یه بیزینسی هستین که به اصطلاح نخواین از پایه و اساس شروع کنید، چون بعضیا دلشون خوشه آقا رفتم یه جایی گرفتم 2 ماه هم به هم مجانی دادن، بعد میبینی 6 ماه طول میکشه تا شما بتونی اجازه بگیری اونجا رو باز کنی. اونی که به شما 2 ماه مجانی میده توی شاپینگ سنتری، به شما میگه اینم برای مدتی که میخوای درست کنی، شما فکر کنید تو 2 هفته درست میکنی، 40-45 روز هم مجانی، نخیر. یه اجاقی که میخوای بذاری میبینی 3-4 ماه طول میکشه. اینجا آماده است، بهش میگن ترنکی اپریشن، یعنی کلید رو میدن دست شما، شما فردا میری. تازه اینا میگن ما وای میسیم یه مدت هم به شما میگیم که کجا به کجاست، نقل کجاست تا وارد بشیم. یادم میاد این دوستمون توی پاریس یه رستوران، نه این دوستمون، یه دوست دیگه توی پاریس یه رستورانی زده بود چلو کبابی.
همچین که گریل و اینا آمده بودن درست کرده بودن براش گذاشته بودن، اون بنده خدا که نمیدونه این چلو کباب چقدر دود میکنه، اون که با شرایط پاریس ساخته بود. روز اول تمام همسایه‌ها زنگ زده بودن به اداره پلیس و اینا که اینجا آتش سوزی راه افتاده. پلیس اومده و آتش نشانی و فلان اینا، بعد گفتن آقا این چیه، تو چی درست میکنی که اینقدر دود میکنه، همه رو دیوونه کرده از بو کباب و اینها. گفته اینجوریه. بعد گفتن آها، برای این شما باید یه چیزی بذاری زیرش که این قطرهای چربی نریزه روی زغال و گاز و هر چیزی آتش بگیره دوباره، اون قطره ها بره تو آب و تا میفته تو آب سرد بشه. خب همین یه دلیل دیگه که شما باید حالا دو هفته وایسی اینو درست کنی، یه هفته وایسی اینسپکتور بیاد و فرق میکنه. خلاص میگه که خانم ایوان پری میگه بهمن رمزیار برادر کسی که برای سرقت گرفتن او را عاجزانه از مردم سرقت گرفتن او را فعل فاعل مفعول رعایت کنید اینا، عاجزانه از مردم کمک میخواهد چون قرار شده 28 این ماه اعدام کنند. خب حالا شما میگی برای سرقت، حالا واقعا سرقت انجام داده یا اینکه اتهام بختون، میگن بختان یا بختون سرقت رو بهش زدن، چون این رسم شده توی همینجا میکاره میکنن پلیسا بعض وقتا مثلا مواد میذاره تو خونه فلانی بعد میگرفتیم، حالا شما بیا ثابت کن که آقا من اصلا تو عمرم مواد نداشتم، خود اینا آوردن گذاشتن، حرف شما هست در مقابل حرف پلیس. و این ماجرا من با پدر مادر، با مادر دو نفر جوونی که اعدام شده بودن صحبت کردم و بعد وقتی من صحبت کردم فیلم سرقت مسلحانه این دو جوون رو از بازار جواهر فروشای تهران برای من یه دوستی فرستاد، گو آقا گور پدر این آخونده، گور پدر آخونده، امیدوارم امشب همشون سقط بشه. ولی شما این فیلمی رو که این دکون جواهر فروشی از ویدیو خودش گرفته شما نگاه کن که دوتا جوون با اسلحه کلاشینکوف میان تو چیزها رو جمع میکنن میرن. خب این بازار همیشه یه امنیتی داشته، شما وقتی مثلا میخواستن خرید کنن میرفتن بازار مطمئن بودی که خب رفتن بازار رو نمیدونم فروشگاه ها و اینا همه مثل یه خونواده هستن. خب اینا امنیت جامعه رو از بین میبرن و چیکار کنیم؟ منی که با اعدام مخالفم، بله مخالفم، ولی تا جایی مخالفیم که این بلا سر خانواده خودمون نیومده. اگر سر خانواده خودمون بیاد، یه نفر برادرمون رو بکشه، دوستمون رو بکشه، بچه‌مون رو بکشه، پدرمون رو بکشه، میگیم آقا اصلا اینو سه بار اعدام کنید، یه بار از گردن، یه بار برعکس، یه بار فلان، تا مطمئن بشین این چند بار میمیره. و چه باید کرد؟ موندن توش. هنوز همین آمریکا هنوز یه جایش قانون اعدام داره، البته اعدامش دیگه آویزون کردن از درخت یا چهارپایه بکشن زیر پاشو اینا نیست، گیوتین نیست، گیوتین تا سال 1979 اگه اشتباه نکنم توی فرانسه بوده، اینجا با صندلی الکتریکی هم نیست. تا چند مدت پیش طرف رو جزغاله میکردن، این الکترودا و اینا رو وصل کردن بهش، برق بهش میدادن، اصلا دود از کلش بلند میشد. حالا با سوزن، مثل همون موقع که شما یه حیوانی داری، سگی، گربه‌ای، پیر، مریض، میبری بهت میگن دیگه این باید بخوابونیش، داره درد میکشه، را که میره اینجوریه فلان اینها، یا خوراک نمیتونه بخوره، سوزن میزنن. این سوزن که میزنن از داخل، مثل که طرف اولا یه چیزی میزنن که بخوابونتش، بعد یه چیز دیگه میزنن که از داخل، حالا نمیدونم چه محلولیه، من شیمیم خوب نیست، به اصطلاح داغون میکنه، تمام اعضای بدن رو داغون میکنه و از کار میندازه. این دوستمون میگه آقای سربی، این همه خودشان دزدی میکنن، هیچ کدام اعدام نشدن. این پسر گویا شاکی خصوصی نداشته و تمام جواهرات را هم پس داده. خب پس شما قبول دارین ایشون دزدی کرده؟ ببینید اینجا من اگر بالای 600 دلار در سال برای یه شرکتی کار کنم، یه قبضی برام میفرستن، گزارش میدن که سربی 600 دلار یا مثلا 620 دلار کار کرده، اگه به آی آر اس هم خبر میدن، اگه من اینو نذارم با فرم تکس بفرسم، منو جریمه میکنن،
پنالتی دیر کرد 1000 مکافات، اوکی؟ ولی آقای رئیس جمهور نشسته اینجا، خدا میدونه این چه کثافت کاریایی کرده، تو مالیات دادن مالیات ندادن، وام گرفتن، وامایی که اصلا غیر قانونیه، ولی تکسش پر نمیکنه. این چیزی که شما میگی من میدونم میفهمم، ولی به این دلیل که حالا که اون دزدی میکنه، اینم که دزدی کرده ولش کنن، این نمیشه. شما وقتی تون میری پلیس میگیرته، بهش میگی آقا تو وقتی منو گرفتی 3 ماشین داشت از من رد میشد، میگه ببین اونا رو نتونستم بگیرم، تو رو گرفتم فعلا، حالا اینا هم اینه گرفتم. بعد شما میگی شاکی خصوصی نداشته، یعنی چی؟ چون جواهرات رو پس دادن شاکی خصوصی نداره. طرف گفته آقا خب جواهرات هم دزدیدی، حالا بهم دادی. بتم ببینید جرما دو نوعه، یه نوعش هست که شما یه کاری میکنی، اصلا وقتی هم بری دادگاه میگی این جرم خصوصی، برو دادگاه شخصی، یعنی چی بهش میگن سیویل کورت، ها اینجوری میگن. یه جرمی جرم دولتیه، تازه جرم دولتی وقتی انجام میشه، مثل آقای اوجی ماجراش نگاه کنه، اوجی سیمپسون از اون جرم دولتی جان سالم به در برد با اون وکیلای گرفته بود، بعد اون خانواده براون بود کی بود رفتن دنبالش، جرم شخصی. اینا رو ما چون وکیل نیستیم و وارد نیستیم، گاهی وقتا دربارش صحبت نکنیم به اصطلاح بهتره، ولی امیدوارم قانون اعدام نباشه. بعدم به قول شما دیدیم دیگه، طرف آفتابه میدازه میان تو محل، آفتابه میندازن گردنش میچرخوننش، ولی همین آقازاده ها و خود آقاها بیلیون بیلیون میدازن میان اینجا. تازه دولت کانادا و اینا هم ازشون قدردانی میکنن که ما خیلی ممنونیم که شما حق مردم رو دزدیدید آوردید و به اقتصاد ما اینجا کمک کردید. ممنونم از اون دوست عزیزی که من اون روز وقتی چیزا رو میخوندم، گویا جلیل عبدو یا جلال عبدو، گفتم عبده، ایشون گفت عبدو هستن، گفتم پس این همونایی هستن که اون کلوپ و اینا رو درست کرده بودن و به نظر میاد آدم سرشناسی هست. در اصل من تو صحبتام گویا گفتم عبده، فامیلی اینها اینها عبدو هستن. حالا عبدو نمیدونم یعنی چی. و اما میگه که هدف آمریکا در خاورمیانه همواره ایجاد اختشاش و اختلاف بین مسلمانان متعصب بوده و هست تا نفت و گاز و منابع طبیعی آن مناطق را به یغما ببرد و در این قارت با روس و انگلیس هم دست است. والا بمب شیمیایی برای متواری کردن اهالی و آوردن آنان به آمریکا و اروپا جهت بردگی است. خدا پدر و مادرت هم بیامرز. اینم ما میدونیم، ولی حالا همینو شما بیا بذار برای اینایی که میخوان 25 می بیان از آقای ترامپ خواهش کنن آقا بیا ایرانو آزاد کن. من میگم مگه این نگفته من این کارو میکنم؟ دیگه شما چرا میخواین بیان؟ میگن خب یادآوری میکنه. میگن خب هر روز تو بیان یادآوریش کنید، شما رئیس جمهوری، آقا کاراتو باید انجام بدی. بعدم شما به من بگید این چرا این کار رو باید انجام بده؟ این کار انجام بده که بعدن شاه بشینه اونجا بگه ما دیگه به شما نفت ارزون نمیدیم، الان نفت رو مجبورن ببرن وسط دریاها قاچاقی بدن به اینا به پول ارزون بفروشن برن، صداشون هم در نیاد. چرا باید برای خودتون یه دلیل بیارین، یه دلیل بیارین که چرا آقای ترامپ که تازه این از همه بدتره، میگه من میخوام بگم آمریکا گریت اگین، اوکی؟ یه دلیل بیاری که این آخوندا برش بدتر از شما هستن، شمایی که حالا یا میخوای رجوی رو ببری یا میخوای آقازاده رضا پهلوی رو ببری، یه دلیل بیاری. مگر اینکه بگید رجوی اگه بیاد اصلا نفت که چیه خوزستان میده به این، بله اون موقع قبوله. مگر اینکه بگی رضا پهلوی که میاد نفت بشکه 40 دلار که هیچ، میدیم بشکه 10 دلار، اون موقع من میگم اوکی برید موفق باشید. در هر صورت شما موفق باشید، حتما پاسپورتتون رو کپی کنید بفرستید برای آقای که این دیوونه حمزه پور و ایشونم برای شما هتل 5 ستاره و 3 روز وایت هاوس و کانونشن سنتر و اینها. ولی میگن که اون وقتا ببخشید، میگن یه بچه‌ای که تو خودش ادرار میکرد یه نیم ساعتی که خوابید بلند شد با ذوق و شوق به پدر مادر جالا هر کی تو اتاق بود گفت که خبر خوب، من جیش نکردم. گفت حالا نشاشیدی شب درازه، ما هم صبر میکنیم. ما اینقدر صبر کردیم 30 مهر اومد آقای حقای دیوانه رو دیدیم، اینقدر صبر کردیم اول مهر اومد آقای
تیمسار روانی رو دیدیم، اینا رو ما دیگه پشت سر گذاشتیم. تعجب من از اینه که چند بار من باید پام بره توی این سوراخ نزدیک خونمون، باز فردا بیام پام بره تو سوراخ. بفرمایید. سنگ مفت، گنجشکم مفت. البته بعض وقتا هم سنگ میزنین پرت میکنین تو سر چش هم دیگه، مواظب باشید. اقلا سنگ میزنید همتون یه بار یه طرف وایسین که سنگا به سر چشمتون نخوره. سی یو، همتون رو ببینم در 25 می. کجا؟ در وایت هاوس. ما تا پولمون ندن وایت هاوس نمیریم. هر جا ما میریم اقلا باید یه پولی بگیریم. اونای دیگه پول میدن تا برن داخل، ما باید یه پولی هم بگیریم و بریم اونجا. خب براتون نوشته ها رو بذارم و اما 2:30 میخوام این آگهی ها رو بهتون نشون بدم. اندی، همین جیناز لاونج، هوکا لاونج، والنتاین که آقای بیژن جعفری هست و دوستانشون، و اندیشکده. جمعه هفته قبل آقای امیر حسین لادن رو نداشتیم، مسافرت بودنشون. اگر از مسافرت بیان این هفته اگر بخوایم برنامه داشته باشیم، میذاریم جمعه ساعت کی؟ 3:30. ساعت 3 با خانم فری شوبری یک مسابقه کوتاه انجام میدیم تا اگر سوالاتی شده ایشون بگه، که دیگه نخوان برای همه یکی تکرار کنن. اگه سوال کرد بگی ببین این لینک رو ببین، برو چیز کن. اینجا هم دارن توی وبسایت‌های مختلف که شما میری، این مینویسه Q&A، یعنی سوالات مشترکی که انجام شده یه جواب میدن که دیگه تکرار مکررات نباشه. این کار تو دانشگاه هم هست، تو مدارس هم هست. اگه شما یه سوالی کنی، معلم یا اون صاحب مجلس میگه چند تای دیگه هم همین سوال رو انجام دادن، اجازه بدید با هم همه رو با هم جواب میدن. اینم از اون ماجرای دوستمون که میخواد این محلی رو که 7 سال هست دارن واگذار کنن و شما هم برید انشالله یک شغل و چیز خوب پیدا کنید. چی میگن؟ محلی که مردم میان اونجا و خوش هستن، ساعاتی رو اونجا میگذرونن و خیلی مهمه آدم شغلی داشته باشه. من به بچه هم از همون اول گفتم نه دکتر بشین نه وکیل، یادتون باشه ها. حالا دکترها و وکیلها مخالف من نشن، گفتم این دکترها و وکیلها بیشتر در غم و اندوه و دعوای مردم، مریضی مردم شریکن، خود به خود روحیه رو میاره پایین. حالا مهندس بشی، آرشیتکت بشی، نمیدونم مکانیک بشی، هرچی، لوله کش بشی، سیم کش بشی، بالاخره وقتی داری میری یه جایی یه چراغی درست میکنی، یه لامپی درست میکنی، روشن میشه، خوشحال میشن مردم که این چراغ شما روشن شد. ولی وکیل که میاد، اونی که میخواد طلاق بگیره، اونی که میخواد طلاق بده، دوتاشون وقتی میان بیرون دارن فحش میدن به اون وکیله. دکترم که هیچ، اگر تازه کمکمون کنه و خوب بشه میگیم بابا اینم هر روز هی ما رو میکشه اونجا برای فالوآپ. خب میگه که آقای سوربی چرا باز با کلیگویی بدبختی فرهنگ مردم ایران یکیش آقای اپری تو رو خدا این جمله ها رو یادت باشه، فعل فاعل مفعول، بعد جمله بعدی فعل فاعل مفعول، بعد یادتون باشه یاد بگیریم کجا نقطه بذاریم. این نقطه سر خط یادتونه کلاس اول دوم که شروع شد دیکته به اون میگفتن، با صدای بلند فریاد میزد بابا آب داد نقطه سر خط، بابا آب داد نقطه سر خط. حالا شما این جمله خودت بخون برای من پیغام بذار جدی تا من پخش کنم. جدی میگم این نوشته خودتو بخون پیغام بذار. آقای سوربی چرا باز با کلیگویی بدبختی فرهنگی مردم ایران یکیش هم همینه، همین بهانه بزای سیاسی جناب ایوان پری با فرض اینکه حرف شما 100% درسته و دزدی های خودشان را مجازات نمیکنن، آیا غلطی مجازات نکردنه؟ همش چرا؟ برای اینکه شما قبل از اینکه اینجا بنویسی برای خودت یه چرت نویس، درسته پیش نویس میگفتن یا چرت نویس میگفتن، اینجا درافت میگن، نمینویسی. اگه درافت بنویسی شما دیدی میخوای بری تولد، بهت میگن یه کارت تولد بنویس، اسم اون آقا مثلا حسین، شما
شما میخوای بگی حسین جان تولدت مبارک، امیدوارم امسال سال بهتری داشته باشی، مینویسی بعد میگی نه این بد شد، خطش میزنی. ولی اینجا بعد این تق 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 میاد اینجا میشه خدا دیوونه شدم از دست شد. خب حالا بدبختی بزرگتر جامعه ما نداشتن مطبوعات مستقل از حاکمیت و مستقل از بودجه مخالفت است که خیلی ها مثل شما فکر میکنن آنها از هر وسیله و راه غلطی بنابر رهنمود ارباب خارجیان اصفهان کنن. حالا یعنی چی؟ یعنی شما داری من میگی من رهنمودهای اربابان خارجی رو دارم؟ آخه این چه جور صحبته؟ این چه جور نوشتنی آقای ابهری؟ ما که صد بار دیگه کاری که نکردیم از شما تقاضای چی میگن عاجزانه نکردیم. آقا شما بیا مستقل برنامه اجرا نکنید، والله آدم ها چیز نکنید بگید آقا ولم کن. ببخشید اینو میگم، ما چون میدونم این منو میشناسه، این سال هاست منو میشناسه. بهتون گفتم یه روز تلفن زد آقا تلفن دوربین داره سقف رو نشون میده، پنکه بودم در چی بود و میدونه اخلاق گوه من چیه. کاری نکنید که آدم بگه آقا برای خرون چه کابرن چه زعفرون. آقا من نظرم اینه، نظر من اینه، شما نظر دیگه ای داری خب بیا بگو. چرا رو نظر من شما نظر میدی؟ یه دیوانه ای ما رفته بودیم نوشته بودیم این دختر جوانی که ازش میپرسن دو ضرب در 20,000 ضرب در فلان منهای 3,000 تقسیم بر فلان رادیکال فلان هی اینجوری جوری میکنه. این حالا اسمش هوشه، اسمش نبوغه، هر چیه، این بیچاره داره زندگیشو به خطر میندازه. یه احمق نوشته حالا تو به من فلان، میگم احمق تو کاری به من نداشته باش، تو بشین فکر کن. دوستان کدومتون کدومتون وقتی این ویدیو رو دیدید که این دختره اینجوری میکنه آرزو کردید ای کاش دختر من این بود؟ واقعا بگید. اگه آرزو نکردید که دخترتون این بود، این همونی که سوربی گفته، سوربی هم همینه میگه. سوربی میگه بابا این بیچاره داره رنج میاره، حالا پدر مادرش میشینن تو مهمونی ها مثلا یا میرن جلو تلویزیون اینجوری جوری میکنه، چهار تا احمق‌تر هم براش دست میزنن. آقا شما نظر خودتو بگو. شما تا اونجایی که من میگم میگی خب منم برای همین فرستادم، پس اون هارت و پورته اون ویدیو، اوکی؟ نظر چیه؟ ماجرای این سوریه کی به کیه؟ چجوری ارباب ترامپ آقای پوتین اجازه میده اینا برن سوریه 59 تا نمیدونم 60 تا موشک بزنن و ساختمونای خراب و اینا رو ببین. حالا بذار من فیلمر پیدا کنم بهت نشون بدم. ضمن یه چیزی دیگه هم اینجا داریم، قاچاق مخدرات از مواد مخدر از مصر به عربستان. من منتظر روزی هستم که نه مرزی باشه نه چیزی قاچاق باشه، هر کی هر چی میخواد ببره، هر جا میخواد ببره، هر کاری میخواد انجام بده، استفاده کنه. دیگه این ماجرا رو شما نمیبینی. ببین این یکی اومده توی صندوق میوه و دیدیم بارها تو شیراز اصلا میرفت طرف از بندرعباس ماهی میآورد، بعد میگرفت ژاندارمری میدیدن ای بابا تو شکم ماهی ورداشتن مثلا تریاک یا هروئین یا نمیدونم هر کوفت و زهرماری که اون موقع قاچاق بود برمیداشتن میمادن. حالا این کشورهای عربی شما ببینید انارها، انارم وقت انار بود دیگه، نه انارم وقتی میاد یعنی حواستون به ایران باشه. خب ببین زیر کارتون مثل کارتون درست کرده، شما فکر کنید رسیدی به تب باکس، ولی نگاه کن حالا بسته بندی ها دیگه، اینا قرص های چیه و اینها من نمیدونم. خب تا بوده چنین بوده، تا هست چنین هست، بعدم خواهد بود. اوکی قاچاق مواد مخدر، بریم سراغ بعدی. آها یه فیلم این دوستمون فرستاده راجع به دلاره. من برای این دوستمون نوشتم که ای کاش این آخوندا هم مثل ما مشنگ بودن و می نشستن این ویدیوها رو درست میکردن. اگه این ویدیوها رو درست میکردن هیچ وقت نمی رفتن ایران شاه رو از حکومت سرنگون کنن، هی اینا ویدیو درست میکردن هی ما میخندیدیم مثل همین شوهای تلویزیون آمریکا. اینا هم سوپاپه
ما هستن به مردم آمریکا رو یه کمی به اصطلاح فیسشون رو میکشن. این کلمه فیس، فیس افاده، میدونی اونها که خیلی جوش میارن فیس میکنن مثل زود پس. اینا سوپا به اطمینان. حالا اینم ببینید شما آمده طرف، اولا چه با این لهجه، شما با این لهجه داری به دیگران توهین میکنی که اینا مثلا لهجه دارن فلان، چون فکر کنم میخواد لهجه ترکا رو در بیاره. بعدم چه چیزی رو میخوای ثابت کنی؟ بفرمایید. واسه مشکیول دلار، واسه مشکیول دلار کار شناسای اومدن، همشون با مدیوکه، همشون با مدیوکه فوق لیسانس آی اومدن، یکیشون کارشناریوس با علم بازار اومده، یکیشون رزیوره و با کلی سربار اومده، یکیشون استایود سرکیوب نرخ اندیه، یکیشون رئیس کل بانکای مرکیوزیه. شما یوه بگید، شما یوه بگید. بله خب، حالا این آقا یا خودش لکنت زبان داره، دیدید بعضی ها به ره میگن یه، بعضی ها به ره میگن لام ل. حالا چیه؟ شما رو ار بگین، اوکی یکی اومده فلان، این چه دردی از من و شما درمون میکنه؟ ضمناً ممنونم آقای عبهری میگه آقا من خیلی وقت پاکش کردم. همین اشکاله. بذارید یه چیزی براتون بگم. میدونید که یه مثالی هست میگه که دعوا بین دوستا مثل اینه که شما یه میخ میزنی تو فنس، اینجا میگن نرده، این دعواتونه، میخو میزنی اینجا، بعد دعوا برطرف میشه، میری میخو میکشی، ولی سوراخه جاش مونده اونجا. این ماجرا هم همینه، یه چیزی رو همون موقع میخواین بنویسید، آقا ننویسید، صبر کنید آخر برنامه، الان یادداشت کنید تا آخر برنامه میبینید عوض میشه نظرتون، یا سربی چیزی میگه که اونو به اصطلاح خاک میریزه روش درست میکنه. در صورت ایشون میگه منظورم شما نبود، منظورم اکثر مطبوعات خارجی دیگر است غیر از شما و مردم تیوی. شما شنونده زیادی نداری. من اینجا با شما یه شرط بندی میکنم که این شنونده زیادی ندارید، ما که خودمون میگیم 7 تا بیننده داریم، یکیشم شما هستی، با اونایی که میگن 40 میلیون داریم، پول از آقای دکتر ملازاده میگیرن ماهی 22500 دلار، بعد آقای ملازاده میگه اصلا اینا تلویزیونشون کارم نمیکنه، شما از کجا میدونی؟ شما این آمار رو از کجا آوردی که مثلا فلان مقاله، فلان مطبوعات زیادتر خواننده داره؟ اینو به شما غالب کردن که اون بیشتر داره. برو رو فیسبوک هاشون، برو رو ویدیوهاشون، برو رو نمیدونم چی بگم. بعدم حالا هر چی معیار شما اینه، با اونا تماس بگی، بگو آقا من میخوام تو صفحتون چی بنویسم، توی برنامه‌تون برنامه داشته باشم، و الی آخر به ما هم بگو کجا هستی بیام نگاه کنم. ایشون نوشته خط زدم قربان، ممنون، لازم نیست خط بزنی. ولی سعید یه چیز خوب میگه، میگه مسئله این است که جنایت یا جرمی انجام شده، گیرم که هیچ چیز هم دزدی نشده باشه. باریکالله، قشنگ میگه. یه نفر شب میاد در خونه شما رو باز میکنه، فکر میکنه که شما مثلا طلا فروشی دارید، احتمالاً تو خونه‌تون هم طلا و اینها هست، میاد شما رو، همسرتون و دخترتون و پسرتون رو میبنده روی صندلی، هی هم از تهدید که الان به من بگو جواهرها کجاست یا آتیشت میزنم. شما میگی والا بلا من معلمم، من جواهر ندارم، آخری انگشترمونم دادیم فروختیم، دادیم اجاره یا فروختیم دادیم مداد برای بچه ها. اینا هی تهدید میکنن. بعد یکیشون میگه بابا این راست میگه، اون خونه اونوریه، شما رو ول میکنن میرن. دو روز دور میکشه تا یکی میاد شما رو آزاد میکنه. هیچ چیزی دزدیده نشده، ولی جرم انجام شده یا نه؟ جوابگوی این جرم کیه؟ امنیت جامعه رو به هم زدن کیه؟ گور پدر ملا، گور پدر خمینی، گور پدر خامنه‌ای، گور پدر شاه، گور پدر ژاندار، گور پدر پاستا. امنیت جامعه اونه کی جوابگوه که شما جرأت نداشته باشی هر لحظه فکر کنی اگر با طلا رفتی تو خیابون یه نفر با موتورسیکلت میاد میکشت، دستتو میبره، نمیدونم دستتو قطع میکنه. اینجوری شده بود یه مدت تو ایران.
اگه 4 تا زورگیر رو اعدام نمی‌کردن که حتما خانواده اونام گفتن نه آقا اینا فعال سیاسی بودن، اینا می‌خواستن ایران آزاد کنن. وقت اینجاست که ما میگیم آقا این دروغ میگه، اونم دروغ میگه. اون خانواده، اون خانمی که الان اومده کانادا و انجمن آزادی جوانان را انداخته، خانم جوانان آزادی داشتن و نه با کلاشینکوف برن تو بازار طلا فروشا. بدبختی یه جا و دو جا نیست. بریم ببینیم این ویدیوی آقای ابهری رو پیدا کنیم. خیلی خوشحالم که اقلا نوشته که این به اصطلاح هارت تو پورت میکنه، ولی بالاش با انگلیسی نوشته IRIB پروپاگاندا. پروپاگاندا میدونید که تبلیغاتی که میشه گفت 90% دروغه، سر و صدا. مثل انتخابات اینجا وقتی شلوغ میکنن هی میگی ما میایم اینجوری، نه اینا پروپاگاندا هست. بعد تو ایران هم میگفتن با طرف براش پروپاگان درست کردن، پاپوش درست کردن، پروپاگان اینجوری. بله ببینید نشون میده قدرتشون رو، جاده خاکی و جیپا و ریو و نمیدونم فلان. ببینید خط مقدم یعنی دست به ماشه و چشم در چشم دشمن. ایران در خط مقدم است، ثانیه به ثانیه چشم در نگاه دشمنان این مرز و بوم، بیدار و آماده در 3700 نقطه پدافندی. همین بس. این چیزی که این آقا میگه یعنی من و شما هر وقت میخوایم بخوابیم با یه چشم باز بخوابیم، چون اینا نتونستن امنیت این مملکت رو تأمین کنه که شما بگی آقا به امترین دنیاست، دشمن ما نداریم، چشم بر چشم دشمن، دستتم رو ماشه. این احمق نمیدونه آماده باش منظور این نیست دستت رو ماشه باشه. تازه وقتی آماده باش هستی دستت باید این ور باشه، اون با کنترل نمیدونه. سنش شما نگاه کنید، اینا یه عدیشون ریش میذارن که مسنتر نشون داده بشن. ببخشید اون وقتا میگفتن فلانی سیبیل گذاشته که محافظ فلانش باشه. اینجوریه این مملکت ما. درست شده؟ نه. اون روز با آقای زرابی داشتم صحبت میکردم، میگم آقای زرابی، نه زرابی نبود، یه دوستمون که رفته ایران، میگم شما میگی که ایران نمیدونم جوونا الان خیلی باهوش شدن، یعنی چی؟ یعنی رضا شاه و بچهش 57 سال ماها رو خر بار آوردن، خرف بار آوردن، و آخونده 40 سال ماها رو باهوش کردن، مونده چی جواب بده؟ حالا گفت 3-4 روز میرم مسافرت، احتمالا رفته لب دریا، بعد به ما جواب بده. دوستان عزیز بریم اندی رو ببینیم، بیان تاریخایی که اندی اول برنامهش میگه گذشته، ولی این چون یه ویدیو بوده همه تبلیغا رو انجام داده، فکر کنم تا 20 یا 22 آپریل برنامه داره و اینجاست. اجازه بدین پلیر دو آقای اندی صداش اینجا کم کنم بعد زیاد کنم. ترین تور نوروزی 1397 برای اولین بار، تور جهانی بیقرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنائی بیقرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی همه مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبی، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنتالیا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. بله دوستان عزیز، این اندیشکده.net رو هم سری بزنید، ویدیوهای خوبی دارن. دو تا از ویدیوهاشون هم ما همینجور داریم نشون میدیم، هم ماه مارس یا مارچ هم آپریل. و اگر درباره ویدیوهاشون، درباره نوشتههاشون، درباره کتابشون صحبتی دارید با خودشون مستقیما تماس میگیرید. اندیشکده.net ایمیلشون و اینها هم توی صفحه تماس هست و من بیام این جنیز
هوکا لاونج رو آماده کنم. جنیز بله اینجاست. این عکس هم جالبه که نشون میده این آقای جینی چی میگیم به اینا؟ قول میگفتیم؟ صبر کنید تا من اول بهتون نشون بدم، بعدن ازتون سوال کنم که این سلکت ایریا، این صفحه شونه که شما هم میتونید از هر جای دنیا ببینید. این منظورم اینه، ببینید اینجا نوشته جینیز هوکا لاونج و این عکس رو من میگم، این از روز اول این به اصطلاح لوگوشون هست روی اونجا، اون محلشون هم عکس هست، عکس قشنگیه و معمولا دیدید که یه چراغ جادو هست، طرف اون چراغ جادو رو پیدا میکنه، وقتی که تمیزش میکنه از داخلش یه جینی میاد بیرون. این یه قلیون گذاشته اینجا، قلیون رو که کشیدن دودش شده یک جینی. امیدوارم این جینی به اصطلاح خواسته های شما، امید و آرزوهای شما رو برآورده کنه. در صورت اگر کسی عکسی میخواد، این دیگه این عکس ها عکس هایی که طبیعیه، اونجا قشنگ میبینید نشستن و خیلی این سیستم به اصطلاح ستینگش سنتی هست، همون چی میگفتیم این مثل تخت و فرش و این متکا، نه یه چیز دیگه میگفتن، خدایا چرا این چیزا ما یادمون رفت، عجب بدبختی گرفتار شدیم ما، فردا دیگه اسم فامیل خودمونم یادمون میره. اب نداره، طرف گوه آقا یه دلیلی که ماها هی به همدیگه میگیم آقای مهندس آقای دکتر، برای که همه پیر شدیم اسمامون یادمون نیست. خب اینم مثلا ببینید دیسمبر 31 دوها، این مال شب سال نوشون بوده. شما اگر روی فیسبوکشون هم برید اونجا لایک بزنین، بعد اینا وقتی که یک برنامه هست یا ایونتی هست اینها برای شما میفرستن، شما رو در جریان میذارن. این مثلا مال آگست بوده، بعد همینجور برنامه ها رو همینجوری پیش میبریم. حالا بیام صفحه اول، باز اینجوریه، شما تو قسمت پست میان اینجا پست، چیزای جدیدش اینجا باید باشه. Happy What is this? Daffodil Festival is springtime but still is cold and rainy today. این مال کی بوده؟ دیروز نیویورک هم شنیدم بارون میمد، اینجا هم به شدت سرد بود و باد و بارون و هوا خوب نبود. حالا امیدوارم اونایی که رفتن پرژن پرید بالاخره با گرمی خودشون و گرمی اون محفلی که با هم رفته بودن بهشون خوش گذاشته باشه. و اینا یه برنامه هم دارن، اتفاقا مسابقه میذارن که هر کسی بتونه این حبابه، باورتون میشه توی این حبابا دود قلیون درست کردن و بابل کانتست. شما وقتی مسابقه بین کسی هست و اینها میگن بابل هم یعنی همه حباب، این حالا مسابقه حباب و اینا اعلام میکنن براتون میفرستن. در صورت این دوستان 7 ساله که اینجا رو باز کردن، اگر برنامه ما رو برید 7 سال پیش نگاه کنید، همون فکر کنم مارچ و اول اپریل اینا هم بود دقیقاً، حالا اینا میپرسن بعد از شو. ما رفتیم اونجا فیلم برداری کردیم، شهردار اومده بود و دوستان دیگه اومده بودن، یه چند تا از اینایی که اونجا قصر دارن اومده بودن اینها و شب خوبی بود و خیلی هم دوستان ایرانی اومده بودن از شهرهای بوستون و کانتیکت هم اگه اشتباه نکنم اومده بودن، چون نزدیکه کانتیکت و بوستون و نیویورک و اینها بهشون نزدیکه. به نظر من جای خوبیه، اگر کسی دنبال یه چیزی میگرده به اصطلاحش شغلی که شروع کنه، منتظرم نشه حالا نمیدونم اینسپکتور بیاد فردا اون بیاد، این چیز خوبی هست. بریم سراغ آقای بیژن جعفری، درصد تماس بگیرید دوستان، مستقیما با خود این دوستان تماس بگیرید و اون هیست شیست رو از این مسئله بیرون ببرید. یه چیز جالب براتون بگم، من هفته پیش رفتم یه جایی، یه دفعه یه دوستم اونجا، گفتم شما هم دیگه رو میشناسی؟ گفت ما از طریق تو آشنا شدیم و اینها و خب سلام علیک کردیم اینها و گفتم من دیگه برم. گفت نه وایسا، من میخوام اینجا
بیام همسایه این بشم. بهش گفتم که میخوای همسایه این بشی؟ آره. به شوخی گفتم اینجا محل خیلی خوبیه ولی یه نیبر بد داره، یه همسایه بد داره. منظورم اون بود، شوخی کردم. خلاصه گفت حالا شما وایسا بین ما صحبت کن اینا. گفتم نه 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 نه، من باید برم واشنگتن. رفتم واشنگتن. دوستان خدا شاهد، دیروز این دوست من زنگ زده میگه که اگه میتونی با هم. گفتم من کار دارم امشب نمیتونم، فردا صبح. امروز صبح زنگ زد، آزادی؟ گفتم بله، از زندان زندگی آزاد شدیم، بفرمایید. صحبت کرد که آقا ما با این قرار گذاشتیم اینجوری و نمیدونم فلان و ما یه پولی هم دادیم. گفتم خب قرارداد نوشتین؟ لیز نوشتی؟ گفت نه. گفتم عجب، من به دوستم اگه میخوام یه پولی ازش بگیرم من بهش میگم من اینجا کاغذ می‌نویسم بهت میدم که اون احساس امنیت کنه، اگه روشم نشه بگی سر بیاره یه کاغذ بنویس. دوستان اگه یکی میگه کاغذ بنویسین نگو آقا به من اطمینان نداری، اون به شما اطمینان داره، با کاغذ میخواد اطمینان رو مطمئن‌تر بشه. شما به خودت اطمینان داری، کاغذ بنویس. یه کاغذ بنویسید، $100 خرج کنید، یه وکیل حالا یا کسایی هستن که این کار انجام میدن اونا براتون بنویسن که به اصطلاح چیزای قانونیشو پر کنن. باور کنید به جان بچه هم، میتونم بگم یه هفتم نشده که من اینا رو دوتا رو با هم دیدم و گفت ما میخوایم یه همچین کاری انجام بدیم. گفتم که من رفتم خداحافظ. گفت وایسا. گفتم من معمولا وای نمیسم، میذارم حرفتون بزن. بله یه جایی اگه من صحبت کنم $1000 مثلا شما معامله کنی $100 به من برسه کمیشن بگیرم وای میسم، مسئولیت، بعدم تو دادگاه میام شهادت میدم میگم بله این گفت اینجوری این گفت اینجوری. ولی الکی وایسم اینجا، اولا شما هر چی میخوای بگی باید به دو نفر بگی به جایی که مستقیم به اون بگی. اینا بگذره. امروز صبح این طرف گفت آقا اینجوری شده و ماجراشون شکر آب میگن. گفتم دیدی حالا وقتی من بهت گفتم اون روز وای نمیسم، حالا امروزم من به اون یکی چیزی نمیگم چون خودت کردی که لعنت بر خودت باد. در هر صورت اگه پولی از کسی میگیرین، پولی به کسی قرض میدین، یه برگ کاغذ حتی بنویسید، کپی کنید، بین خودتون رد و بدل کنید. و اینکه آقا به من اطمینان نداری، ما با یه هندشک، ما یه قرارداد $80,000 با یک مرد آمریکایی بستیم که وقتی این فهمید من 2 سال آلمان بودم، گفت منم آلمانی هستم و میدونید ما آلمان، ما مردا اون مثلا یه 15 سالی از من پیرتره و این مال 2006 بود، 10 سال پیشتر ما 50 خورده بوده، اون مثلا اون 70 سالش هم بود. بله خلاصه ما گفتیم خب دیگه این قرارداد پدر سوخته، همون اولین قصی که گرفت اطفار در آورد، کار نکرد. مواظب باشید دوستان، یه قرارداد بنویسید، اگر $200 $100 $150 بدید به یه نفر براتون انجامش بده به نظر من بهتره. میگه که سلام، در مورد این خانم ماشین حساب من دوره ممتاز خط از انجمن خوشنمای اینا هستم، کامپیوتر در اومده، کارم $2 ارزش نداره. من اصلا نمیفهمم آقای فرهاد خان شما که به این قشنگی نوشتی با این خط، این جمله رو نمیفهمم. ایشون همون فیلمی که ما حالا یه بار دیگه هم بهتون نشون میدم که این آقای اینجوری خانم دختر بچه اینجوری میکنه، ایشون دیده و این همون دوستیه که هم برای من نوشته بود سوربی برنامه‌ات و فلان، هم برای رجوی نوشته بود شیر همیشه بیدار رفته لاجرز دیوار. حالا هم این عکسو گذاشته، عکسو بهتون نشون میدم، ولی زیرش نوشته من نمیفهمم شما که نویسنده هستی این جمله اولت کجا تموم میشه، نقطهش کجاست، کاماش کجاست، ویرگولش کجاست، خط فاصلهش کجاست، چرا رعایت نمیکنی؟ سلام، در مورد این خانم ماشین حساب من دوره ممتاز خط از انجمن، فکر کنم منظورش اینه. سلام، در مورد این خانم ماشین حساب من، حالا باید نقطه بذارم، من دوره ممتاز خط از انجمن خوشنویسان ایران هستم، کامپیوتر در اومده، کارم $2 ارزش نداره. آها، من فارسی شما رو باید 4 بار بخونم، به این مغز خستم اینقدر فشار بیارم فارسی شما رو برای خودم ترجمه کنم. میگه من دانشجو یا استاد ممتاز این بودم، امروز که کامپیوتر آمده دیگه کار من دوزارم ارزش نداره. اینو فرهاد نوشته. ببینید چه قشنگ نوشته. من اینا رو فکر کنم با
خودکار معمولی و شارپی معمولی می‌نویسه، ببینید چو ایران نباشد تن من مباد فرهاد. ولی خب راست میگه، شما هر چی میخوان بنویس، یه پروگرامیه به نام نستعلیق میزنید داخلش، برات قشنگ می‌نویسه دیگه، دیگه معلوم نیست سوربی چقدر خط بدش، چی میگن خطش بده و نمیدونم. خلاصه خدایا چی بگم. آها این والنتاینم بهتون نشون بدم که آقای بیژن جعفری و دوستانشون که در والنتاین این به اصطلاح دیلرشیپ هستند، اگر کاری شما داشته باشید از لحاظ ماشین خریدن، ماشین فروختن، بهتون کمک میکنن. چقدر خوشحالم آقای آریو برزن پیروزنیا رو بعد از مدت ها دارم میبینم که اینجا هستن. مدتی ایشون کار داشت و گرفتاری و خیلی نمیومد سراغ ما. من خوشحالم، امیدوارم در برنامه های آینده ایشون رو داشته باشیم، نظرش رو در باره اوضاع و شرایط آمریکا بپرسیم. آقا این آمریکا به کجا داره میره؟ این آقای ترامپ واقعا با این کثافتکاریاش چی کار میخواد بکنه؟ در هر صورت خرید، فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما هستیم. تماس از شما، خدمت از ما، منظورشون والنتاین موتور هست. بذارید من این قسمت جینیز هوکا لاونج رو شماره تلفن ایناشم بهتون نشون بدم که دیگه عذرمون موجه 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 باشه. و شما اگه میخواین باشون تماس بگیرید مستقیما با خودشون، این کامرای دو، من براتون رو کامرای سه این قسمت آدرسش رو اینا رو بهتر نشون بدم، یک کم بیارمش بالا. ببینید دوستان، وقتی که فیسبوک بیزینسی داشته باشید این عکس اینجا ثابت میمونه، اینا بالا پایین میشه، اینجا هم هست آدرسشون. من اینو براتون بزرگ کنم که حالا چرا آدرس رو میگم داشته باشید. توی گوگل میتونید آدرسشون رو بزنید، تایپ کنید. این زدن ما همه رو میخواییم بزنید، از همه هم ذلیل‌تر خودمونی. بله ببینید چی شد، کجا رفتی؟ سکرین کپچر این شد. آدرسشون هست 94 ویلیام استریت، نیوپورت، رود آیلند 02840. گت دایرکشن، اگر شما رو این کلیک کنید دایرکشن بهتون میده از هر جای آمریکا و دنیا که باشید. اگر از اروپا باشه میگه میاد ماشینتون رو پارک کنید، بعدن شنا کنید تا نیویورک. در هر صورت با این میتونین مسیج بفرستین. این وبسایتشونه، اینم شماره تلفنشون 401 619 3770. اگه یه وقت زنگ زدید رفت روی پیامگی، پیام بذارید کامل، اونها بهتون تماس میگیرن. این هم از این، از همه این دوستان ممنون. شما هم اگر بیزینسی دارید، شورومی دارید، شغلی دارید، سرویسی دارید و میخواین دیگران به اصطلاح با خبر بشن، از تلویزیون مردم استفاده کنید. اندی رو نشون دادیم، جینیز رو گفتیم، والنتاین رو نشون دادیم، اندیشکده هم گفتیم و بریم سراغ نوشته‌هایی که براتون گذاشتم و پروپاگاندای ایشون رو هم شنیدیم. میگه موشکی که به مدرسه حفظ قرآن اصابت کرد توسط ارتش آمریکا شلیک شده. ادعا کردن اشتباه شده. این اشتباه بخشودنی است، اما اگر شیمی، اگر بمب شیمیایی بود بخشودنی نبود و میبایست کشورهای متمدن دنیا پرتاب کننده بمب شیمیایی را تربیت کنند. زهی انصاف و مروت و مردانگی و دموکراسی و حکم قانون. بذارید یه چی براتون بگم، بارها شنیدید که من تو برنامه گفتم که با بمب و موشک و اسلحه و جنگ دموکراسی شما نمیتونید ببرید، ولی صبر کنید براتون منطق اینایی رو که جنگ میکنن و فکر میکنن که هر مشکلی رو میتونن با توپ و تفنگ و اسلحه حل کنن براتون بگم. اینا منطقشون اینه که اگر آمریکا بمب اتم ننداخته بود رو ژاپن، معلوم نبود که جنگ تموم میشه، معلوم نبود که هیتلر رو میگن خودکشی کرده یا در رفته، معلوم نبود من و شما امروز آسایش آرامش داشته باشیم. اینم منطق اوناست. شما پیرو کدام منطق هستید آزادید. من به نظرم میاد جنگ و کشتگو، اصلا ما نوشتیم، شما تو فیسبوک مردم تیوی بخونید، نوشته مردم تیوی باور دارد که جنگ و کشت و کشتار مشکل ما را حل نمی کنه، مشکلات رو هم بدتر کرده زیادتر. مشکل ما
با آموزش و پرورش، اونم قدم به قدم، اونم نه یه دفعه من بیام بگم میخوام دانشگاه کوروش کبیر باز کنم. برای کی؟ برای آقای حقا که میگه من 18 تا زبون بلدم، یه جمله بلد نیست بگه، یه جمله انگلیسی یا آلمانی یا زوریخی یا هر جایی بلد نیست بگه که فعل و فاعل مفعولش درست باشه. اگر سوربی بخواد کاری بکنه، یه مدرسه باز میکنه، کلاس اول، اونم به آمریکایی‌ها میگه اگه میخواین فارسی یاد بگیرین شما بیان، بچهای ما بیان فارسی یاد بگیرن. بعدن اگه این کلاس اول رفت، دوم رفت، سوم رفت، چهارم رسید کلاس 12، اون وقت میریم سراغ اون آقای هست لوره، یه لباس لوری هم میکنه برش، بچه‌ش هم شکنجه میده میاره، به این میگیم حالا شما دانشگاه تو باز کن. این دانشجویای ما میان اونجا چیز میشن. بله، میگه سوربی مثل اینکه گفتی با یک خانمی امروز مصاحبه داری. آره، قبلا همین قرار بود که با خانم فری شوبری مصاحبه داشته باشیم، بعد فکر کردم که دوشنبه ها روز خوبی برای مصاحبه نیست، میذاریم جمعه. به ایشون گفتم جمعه با هم مصاحبه داشته باشیم و ممنونم از شما که یادآوری میکنی، حتی وقتی که من چهارشنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر قرار برنامه اون دوست اون رو از خلیج فارس پخش کنم، گهگاهی یادم میره این میگه آقا ساعت 3 گذشت، فکر کنم 12 ظهر کالیفرنیا میشه، این یادش میاد که به اصطلاح به من یادآوری کنه. در اصل ممنونم و یکی از افتخارات من همین شما هست. بله، ایشون میگه لطفاً اصلاح کنید. سلام سوربی جان. سوربی جان هم نوشتی سوربس. سوربس جان، یعنی من دوره ممتاز خط از انجمن خوشنویسان را دریافت کردم، چون کامپیوتر در آمده و هزاران رقم فونت خط می نویسه دیگر هنر من بی ارزشه. برای این کار هم 15 سال شبان روز زحمت کشیدم، مثل اختراع ماشین حساب. بله، خیلی ممنون. ممنونم که ایراد من رو قبول کردین، خودتون اصلاحش کردید و به منم پیشنهاد کردی که به اصطلاح بخونم. خیلی ممنون. ولی این همینه دیگه. ببینید، شما باید با زمان پیش بری. من یادمه تو شیراز وقتی اتوبوس واحد میخواست بیاد، اتوبوس واحد خب مال شهرداری بود دیگه، دولتی، قبلش یه سری اتوبوسای بنز کهنه‌ای که از تو جاده ها قدیمی شده بود، حالا آوردن مینداختن تو شهر، دودی میکرد که اصلا نگو نپوس. این راننده ها و شاگرد راننده ها اینا به اصطلاح ناراحت بودن که سیستم جدید میخواد بیاد. همیشه سیستم جدید تو آدم مقاومت درست میکنه، باهاش میخوای شما مقابله کنی. اوکی؟ دعوا، رابندون میمد اتوبوسشو پارک جلو اینا اینجوری پارک میکرد، نگه میداشت که اونا نتونن برن. بعدن نشستن با اینا صحبت کردن، گفتن آقا شماها بیان بشین، راننده بیچاره نگاه کن بنز 302 ایران ناسیونال ساخته، ببین چقدر قشنگه، چقدر خوبه، اینجوری نه دودی نه فوتی، تمیز موتورش اون عقبه، با این یکی اتوبوسای بنز، شما اتوبوسای بنزی که موتورش جلو بود دیده بودین؟ راننده روزی 2-3 نفر رو زیر میگره بدون اینکه بفهمه، اینقدر این جلو، حالا این اتوبوس قشنگ نشسته بود، همه رو میدید تمیز و اینا. در هر صورت راه داره، شما هم میتونی از این هنرت با کامپیوتر میکسش کنی، احتمالاً شما خیلی بهتر از من میتونی از خطوط و از فانت و اینا استفاده کنی. وقت بخیر آقای سوربی. خانم لیلای عزیز، وقت شما هم بخیر، من از شما ممنونم که بیننده ما هستی. لیلا خانم، اگه توی پیام خصوصی توی فیسبوک به اصطلاح پیام آدرستون رو برای من بفرستید، یه جلد از این کتابا برای شما پست میکنم. بازم ممنونم از آقای لادن که 48 تا از این کتابا رو تو 3 تا بسته مثلا جدا برای ما فرستاده بود. جالب اینه، اون روز اومدم دیدم یه بسته گذاشتن جلو درمون، کتابام پاره شده، چیده روش، خود پستی رفته. بعد رفتم نگاه کردم، دیدم نوشته دوتای دیگهش دوشنبه میاد و امروز که اینجا داره بارون میاد، دیدم که این ماشین پست عقب عقب اومد اینجا. بعد هر چی وایسادم که حالا در بزنه و اینا، دیدم نیومد، داشت میرفت که من رفتم بیرون دیدم داره بارون میاد، تا کارتون کتابو گذاشته پشت در گاراژ. بهش میگم خب این که بارون میاد، میگه نه گذاشتم این زیر که بارون نمیاد. گفتم آره، بارونا همیشه فقط صاف میاد، بعدم میفهمه وقتی به زمین خورد به این طرف
ترشح نکنه به این طرف داره. گفتم خب بابا بیا بذارش این زیر، بعد تو که صد بار منو دیدی میدونی من اینجا هستم، زنگ بزن. بعضی وقتا اینا بله. خیلی ممنون، متشکرم دوستان. بازم دوشنبه است، اینجا هم که نگاه میکنید تلویزیون مردمه. اینم موشک. حالا به این دوستان گفتم آقا این مدرسه ای که بچه ها رفته بودن حفظ قرآن، یعنی اینا چی؟ یعنی به قرآن باور دارن، به خدا باور دارن، به سرنوشت و خدا و اینا هم باور دارن. قبول داری شما؟ خب به اینا بگین خدا خواسته که این دیوونه آمریکا بیاد بمب بندازه. حالا فردام یکی یه بز دیدید وقتی بدبختا میمیرن، مثل که میرن یک چند تا بز میدن به پدر مادرشون، اونام ساکت میشه. حالا ساکت نشن چه کار میکنن؟ به اون 290 ایرانی، 290 پلاس ایرانی رو که کشتن تو ماجرای هواپیما، به هر کدومشون گویا 10,000 دلار دادن، تازه اونم گویا ایران اعتراض کرده اصلا پولی ندادن و فلان، اینا به کجا رسید؟ و همینه، این دوستمون میگه که تلف شدن آدمای فقیر و کسافتکاری آدمای پولدار هیچ وقت جایی سر صدا نداره. حالا بیاین تصادف ماشین در عربستان رو ببینید، عکس رو ببین، صبر کن تا فیلمش رو ببینید. مردم مسلمان، نه هر مسلمان، مسلمان ناب که در همه دنیا دینشان را پخش میکنند، ببین چگونه به قربانیان کمک میکنند. این عکس رو من نگاه کنم. بله، یک ماشین کیا هم هست رفته زیر یک تریلی. تریلی های اینا هم که چقدر بار میزنن، مثل یه ساختمون چند طبقه، مثل خونه ساختن. حالا ببینیم فیلمش هم قرار شده بفرستن ببینیم هست یا نه. بله، این کجا رفت؟ بعد رفت. یک لحظه، سلکت آل، اینجا با این بهتون نشون بدم. بله، میبینید دیگه، میکنم طرف فیلم رضا موتوری رو دیده بوده، خواسته از زیر تریلیه از این ور بره از اون ور بیاد بیرون، در اصل این رفته اینجا گیر افتاده. حالا ببینیم فیلمش که بعدا برامون میفرستن یا فرستادن چی هست. و ببینم اینجا هست چیزی. Not yet. نه هنوز. خب بیایم اینجا، قاچاق مخدرات، زر افغانستان، فیلم دیگر از قربانیان موشک آمریکا. همیه این فیلم ها هم. خب حالا این بنده خدام، شما حالا فکر کن که تحصیل میکرد و قرآن رو حفظ میکرد و قاری خوبی هم میشد، بعدا این برای جامعه چه سودی داشت؟ یه تندروی میومد بهش میگفت شما بمب ببند به خودت، برو خودتو منفجر کن، به خانوادت اینقدر میدی. خدا رحمتش کنه، خب این بچه آدم دلش میسوزه. ولی بفهم بح. این از این مدرسه هایی هست که اینا بچه شونو از اول میفرسن و این الان تو آمریکا هم رد شده، هی میگن مدرسه مدرسه، یکی نیست به اینا بگه اولا. همین مدرسه و اسکول و دبستان اینا همش یکی، اونجا اسمش مدرسه هست. و لزومن هر چی که مدرسه هست کاری به اسلام نداره. ممکن توی مدرسه رقص یاد بدن، ممکن توی مدرسه کارهای هنری یاد بدن، ولی تا میگن مدرسه اینا فکر میکنن همینجوری طرف نشسته اینجوری میکنه و قرآن میخونه. حالا راجب اینجوری شما برید کلمی هارم ببینید، راجب اینجوری شما مسیحی های تندرو هم ببینید، همش یه چیزیه دیگه، خودتون جای چیز رو پر کنید. خب اینم پروپاگاندای اینو دیدیم، موشک که مدرسه زد اینه، عکس رو ببین دیدیم. و اما دوست شیرازیمون یک مقاله فکر کنم فرستاده از بی بی سی. وقتی نگه می‌دارم معمولا یه چیزی هست که یه رابطه‌ای با ما ایرانی‌ها داره. میدونید تو ایران الان مثلا بنده خدا دست فروشه، اذیتش میکنن، خودشو آتیش میزنه. یکی دیدم تو اصفهان رفت رو ماشینش وایساده بود، یه گالون نفت بنزین هم خریده، میخواست خودش بسوزه. توی آمریکا دوستان امروز 16 آپریل، این دیروز 15 آپریل برابر با 26 فروردین، بی بی سی فارسی نوشته وکیل آمریکایی در اعتراض به تغییرات اقلیمی خود را آتش زد. یک وکیل سرشناس آمریکایی در اعتراض به تغییرات اقلیمی و سیاست‌های مربوط به این مسئله خود را در پارکی در نیویورک آتش زده و درگذشته است. بقایای جسد دیوید باکل 60 ساله در پارک پراسپکت بروکلین پیدا شد.
آقای باکل در یادداشت خودکشیش نوشته است که خود را با استفاده از سوخت‌های فسیلی آتش زده تا به صورت نمادین یا نمادین آسیب‌هایی را نشان دهد که انسان به محیط زیست و زمین می‌زند. سوخت‌های فسیلی همین نفت و بنزین و این چیزاست. خب این دیگه آقای مسکی یک کمی از من مشنگتر بوده، خدا بیامرزدش، انشالله توی اون دنیا میبینمش، اگه تو جهنم باشه، اگه تو بهشتم باشه که ما کاری به بهشتیا نداریم، ولی اینجام تندرو هست که یکم این کارا رو میکنه. ایران آقا اونا اذیتت میکنن، مرد حسابی چرا خودتو آتیش میزنی؟ اولا دوتا از اونا رو بزن بکش، بعدا خودتو بکش. چی میگیم والله رو فردا میگن تلویزیون مردم گبر بزن بکش. خب این کودک نیست. حالا نظر شما چیست؟ آیا میخواهید برود و کاری جدی نکند؟ نامش سما برهانیست. کاری جدی نکند یا کاری جدی کند؟ آخه این کاره چه سودی داره دوست عزیز؟ شما اینو به من بگو، این سیما برهانی یا سما، بله بذار من اینو نشونتون بدم، این در رابطه با همون ماجرای چیز است. و برای من خیلی جالبه وقتی ما یه فیلمی رو نشون میدیم از دوستان میخوان که نظرشون رو در مورد اون بگن، اونو فراموش میکنن، یه چیزی دیگه برای ما میفرستن، میگن خب بفرما اینم اینجوری، اب نداره ما هم دیگه عادت داریم. ببینیم دوستان، خب این روزا یک گوشیایی هست انقدر شما میتونی بخری بذاری تو گوشه، مثل سمعک پیدام نیست. بعد یه نفر چند تا از این مسابقات، نه اینو نمیگم ها، چند تا از این مسابقات حال دستشون رو شده که اون کسی که داره اونجا جواب میده یکی از فامیلش دوستاش دارن اینا رو با گوگل با کامپیوتر با ماشین حساب میکنن به این جواب میده. یعنی شما رو تابلو بنویس 112 منهای 114 به اضافه 6 ضرب در 2 رادیکال فلان به توان فلان، خب این خانم هم میاد ادا در میاره که من دارم حساب میکنم. و مثلا اینو نمیگم ها، سما برهانی خواهرش نمیگم، خواهرش از اونجا میگه که مثلا 24، تو گوش این یواش میگه 24 یا میگه 24. حالا شما بیا ثابت کن که زیر روسری و نمیدونم زیر مو و تو گوش ایشون سمعک بوده نبوده. یه فیلمی هست اگه بتونم براتون پیدا میکنم، میاد یه چادری زدن توی این نمایشگاهی که مردم معمولا را میرن، یه نفر نشسته، اینا هم که میخوان ادا در بیارن دیدیم فوری موهاشون رو آشفته میکنن، ژولیده میکنن، معمولا یه پیرنای سفید و گلگشادی میکنن پاش برشون میشینن که حالت درویش و اینها داشته باشه. بعد همین یه گوشی تو گوش این آغاز و طرفو میارن اونجا، این تا میشینه بهش میگه اسمت چیه، مثلا میگه اسم من هست اشلی براون، اینا فوری میزنن رو فیسبوک اشلی براون رو میبینن، عکسش هست، دوستاش هست، چیزایی که نوشتن هست، دیروز نهار چی خوردن، پریروز تولد کی بودن. بعد این مرده دستهای اشلی براون رو میگیره، او دوست تو سوزان اسمیته؟ میگه واو از کجا میدونی؟ میگه او دیشبم با هم رفتیم بار. واو از کجا میدونی؟ اولا یکی به من بگه خب این چیزایی که اون میدونه و تو میدونی به تو بگن چه فایده ای داره؟ دیدید یه عده میان که مادر شما مرده؟ میگه نه. میگه عمت مرده؟ میگه آه پس یکی مرده، من یه مرده میبینم. خب چه دردی رو دوام میکنه؟ ما باید بگذریم از اینا. همین پریشب که ما چند تا دوست خوبمون اینجا بودن، یکی راجبه آقا دیگه بالاخره وطن، که آدم باید به وطنش یه همیتی داشته باشه. میگم اوکی آقا اینا تو مغز منم کردن، ولی خیلی طول میکشه تا از مغزت بکنی بیرون. حالا من از شما میپرسم، شما به ایران همیت نشون بده، ایران مرز پرگاه، قبول داری؟ گفتم بچه کجا هستی؟ گفت بچه تهران. گفتم حالا باید به تهرانم اهمیت بدی دیگه، تهران باید بهتر از جاهای دیگه باشه، درسته؟ شما بچه کجا هستی؟ عراق.
شما با پس فعلا جنگ کنید تو ما ببینید نتیجه چی میشه، من شیرازی بیام با اونی که پیروز شده به جنگم. آقا اینا باعث اختلافه، ما هممون شهروندان این کره هستیم فعلا، اگرم میخواین برامون جایی مهم باشه باید برای این کره. والا بلا من نه کمونیست بودم نه کمونیست خبر دارم چیه، جهان وطنی هم تو موقعی که اومدم اینجا نفهمیدم یعنی چی، ولی این کلمه جهان وطنی بهایی ها هم میگن یه جورایی، این چیز خوبیه. بارها گفتم شما وقتی یه بچه میفته زمین تو پارک بهش نمیگی که بچه کجا هستی، بچه شیراز نیستی، بچه آبادان هستی، خب حالا وایسه تو یا آبادانی بیاد کمکت کنه، بچه خودت ول میکنی میری اونو بلند میکنی رو زمین. این اونجاست که برای شما جهان وطنته. این شعری که اون آقای فرحیه که خونده، فرحانیه که خیلی قشنگ میخونه، میگی چیه هی به خودتون میگین ملک ما و مرز پرگاه فلان، هیچی هم نیستین. بذارم براتون یه آهنگره بذارین هم میتونم پیداش کنم. ما یه مدت این اصلا اوپنینگ برنامه مون بود، آقا اصلا ملت بعضی ها زنگ میزدن فوش میدادن، ما میدونستیم ها شما وطن فروشی ها، گفتم حالا منم میدونستم شما وطن خری، ولی چون چیزی نخریدی از ما فعلا هم خرش موندی. وطن فروش وطن خر یعنی چی؟ آقای شعر شاعر اومده گفته بذار پیداش کنم. ای ایران 1 2 3 4 بیا اینو براتون بذار. ای ایران نیو نوشتم جدید، گوش کنید به این شعر ببینید چی میگه. یک لحظه صبر کنید. آقای فریدون فرحی، یک لحظه امانم بدید. سلکت ایریا. دوستان اینو با دقت گوش کنید، اگرم متوجه نشدین بعد از برنامه هم روی یوتیوب هم روی فیسبوک دوباره برگردید چند بار گوش کنید تا ببینید چی میگه. اینجاست. میذارم روی فیسبوک بعدم برید ببینید. خب این درست میگه، میگه آقا خانم دشمن تو همینجاست، اینا رو بیا درست کن. هی نشستی ای مرز پرگاه، کدوم مرز پرگاه؟ حالا میخوای بگی وطن فروشی بده. خب میگه که یادت میاد یه فیلمی بود به نام رین من، راست میگه، داستین هافمن و تام کروز بازی کرده بودن. داستین هافمن نقش اون آدم باهوشی بود که هیچ کدوم از ما نمیخوایم نه ما جای اون باشیم نه فامیلمون جای اون باشیم، ولی اگه یه نفر گفت آخه این چه فایده داره، این بدبخت آتیزم داشته، این مشکل داشته، اگه از بچگی بهش رسیدن ممکن مشکلش حل بشه، دفتر تلفن رو باز میکرد، شماره تلفن همه رو از بر میگفت، آدرساشون هم میگفت مال هر شهری. اون موقعی دفتر تلفن اینقدر توی اتاقکای تلفن بود، تو کیوسک تلفن ها بود، خب چه فایده؟ ولی شب ساعت مثلا 5 میشد میگم من باید برم فلان برنامه رو نگاه کنم، اگه برنامه رو نگاه نمیکرد میخواست دیوونه بشه که اصلا طرف یه جا بردش. برید نگاه کنید این فیلم ها رو. و اون آقای اومده، حالا اسم اونم چیه؟ سیروس هخامنش. خب عکسش هم که میدونید کیه، عکسش مثلا گذاشته مال یه چیز داره ذوب میشه، مواد مذاب مال هاوایی، اینا اینجوری هم دیگه، سیروس هخامنش.
نه آدمه، نه شعور داره، نه فهم داره، نه بلده بیاد نظرشو بگه، ولی بلده فوش بده. تازه کی هم هست؟ حقامنش. نه اصلا ممنونم، خیلی ممنون که سعید کمک میکنه و به من یادآوری میکنه. بله ریمن، تو میخوای ریمن باشی؟ دوست داری داداشت ریمن بوده باشه؟ هیچ کدومتون میخوان باباتون ریمن باشه؟ لینک ریمن رو بفرست تا من تو برنامه نشون بدم. بریم اینجا ببینیم که چی میشه. بله، وقتی به وضع دیگران اندیشیدیم و فقط به فکر خود نبودیم، قدر آسایش خیش را بهتر خواهیم دانست. چه خوب که از این راه هر روز نباید سر کار برویم. نگاه کنید این جاده رو تو این کشور نشون میده و متاسفانه دوست عزیز من اینجا با شما مخالفم. این مثل این میمونه که من و شما وقتی تو خیابون یه نفر رو میبینیم که یه دست نداره، پا نداره، دوتا دست نداره، بعد اون موقع قدر سلامتی خودمون رو بدونیم. بله ذات بشر این هست که وقتی اون رو میبینه قدر سلامتی خودش رو بهتر میدونه، ولی کسی عاقله که همون روز معمولی هم قدر سلامتی خودش بدونه، قدر چیزایی که داره بدونه. حالا شما نگاه کنید، من اول فکر کردم اینا کسایی هستن که ادونچریست، کسایی هستن که دنبال چیزای جدید میرن، یه لاندروور هم برداشتن و دارن میرن تو راه آبشار. ولی بعد نگاه کنید اصلا مثل که این بند خدا برای که برن سر کارشون و بیان و برن دهشون و بیان، ببینید از چه جایی باید عبور کنن. البته باز ناگفته نماند که من بعد از این ویدیو بهتون میگم. باشید با ما. خب بس اومه، از این ور آب تو سرش میباره، از اون ور سنگا از زیر پاش میرن و به شما چند بدن از این جاده ها عبور میکنیم. ولی نام جاده های اینجوری هم داشتیم، این جاده چارلوس که اینقدر هممون عاشقش بودیم، اولایی که اتوبوس های سه جعبه اومده بود یکم طولش زیادتر بود، این بدبخت راننده وقتی میپیچیدن اون ترش میخورد به این سنگا، روزی چند تا اتوبوس داغون میشد. بعدم که یه جایی میگفت تابلو زده بود ریزش کوه، خب من چیکار کنم؟ ریزش کوه، شما دارین رانندگی میکنید، باید یکی بره وایس اونجا اگه میخواد سنگ بیا. اینا این بوده، اینا کسایی که لیاقت ندارن که از جاده داشته باشن، لیاقت ندارن ماشین داشته باشن، باید از اون راههایی که حیوان میرفت و میمد و الا اول جاده رو درست کن بعدن ماشین رو بیار. اون وقت اگه ماشین بیاری جاده درست نکنی میشه حکومت شاه، با سرعت میخواد بره ولی جاده خرابه. خب معلومه که اکثر هم دیدی نشون داد یه ماشین افتاده بود اون پایین، بالاخره میافتی پایین. امروز نیافتی پایین، ماه آینده. اینم از این. نه لازم نیست به این وضع برسیم تا قدرشو بدونیم. از کشته شدن بیچاره ها که در اثر موشک تروریستی اشتباه شلیک شده کسی سخن نمیگوید. طرف اشتباه کننده اعلام نشده. تروریست کارو صفتی است که همه امروز به آن دست میزنند. گو آن که در کتاب مقدسش میگوید ما حافظ قرآن هستیم. اینها قرآن دست داشتن. شما کاملا منو گیج کردی دوست عزیز با این نوشتن. چرا؟ توی اونا میگه که آمریکا زده، گفته ما اشتباهی زدیم.
اینجا میگین تروریستا، بعد میگین این اینها قرآن تو دستشون بوده. اگه این مدرسه بوده که کاری به تروریست نداشته، قرآن بوده. اگه اونا زدن که اینا بعدن میخوان تروریست بشن، طبق این قانون هر کدوم از ما رو میتونن بگیرن که ممکنه این فردا عصبانی بشه یه جایی رو بخواد آتیش بزنه، یا ممکنه این عصبانی بشه یه پلیسی رو بکشه. و 150 نوجوان با یک موشک جان باختن. اینم عکس این نوجوانان بیچاره که نشستن در این کلاسی که من از شما میپرسم اینجا نشسته 150 طفل و اینها، آینده اینا چی بوده؟ سندم چیزم بهشون دادن، سرتیفیکیتم بهشون دادن، آینده این چیه؟ ماکسیمومش یا میشه پیش نماز یه مسجدی، یا باید بره توی این گروه های القاعده و طالبان و آیسیس و اینها فعالیت کنه. حالی زودتر اقلا راحت شدن رفتن دیگه، تکلیفشون هم معروف. خدا بیامرزد. اینم از این. بریم سراغ این دوستان. بله، این خانم میگوید من ماها منتظر ماندم سه پسرم، یا که پسرم، شما اینجا نشتین سه پسرم قرآن را ختم کنند، حتما سه تا پسرش، یک موشک جایشان را، جانشان را ختم کرد. شما نشتین جایشان. بله همینه دیگه، خدا رحمتش کن. اینا مادر سه تا از اونا. حالا چجوری اینا سه تا رو فرستادن اونجا؟ احتمالا یه ماهیانه یه پولی به اینا میدن، افراد فقیر میرن اینجا. و اما long ago a friend sent this email to me, you are from that area. آها، این خیلی جالبه دوستان، این خیلی جالبه. میگه که در کشورهای همسایه و برخی از کشورهای در حال توسعه که به دنبال نمایش قدمت و تمدن خود هستند، اگر کلبه خرابه‌ای با 200 سال قدمت پیدا کنند، آن را تبدیل به یک مکان گردشگری و شناسنامه قدمت آن سرزمین می کنند. در جنوب ایران در مرز استانهای فارس و بوشهر و اطراف شهرستان تنگ ارم مقبره‌ای وجود دارد به اسم گور دختر، گور دختر، منتسب به خواهر بزرگ یا مادر کوروش بزرگ. مسلماً قدمت این بنا در حدود 2500 سال می باشد و شباهت بسیار زیادی به مقبره پاسارگاد دارد. به مقبره کوروش پاسارگاد دارد. اما پیدا کردن این مقبره باستانی بسیار سخت می باشد، زیرا که این مقبره در یک روستای کوچک میان خانه های روستایی و بدون هیچ گونه محافظتی رها شده. شما اولا اشتباه میکنید. تمام این مکانهای قدیمی در زمان شاه شناسایی شده بود، جاده های اتوبان کشیده شده بود، هتل های شیک اونجا گذاشته شده بود، بچه ها با اتوبوس می بردن اونجا، توی کتاب تاریخ جغرافیان بود. این آخوندای پدرسگ که اومدن همون شب همه اینا رو از بین برد. این یک. دوم این که دوست عزیز، همین پاسارگاد رو میبینی، این آقای کوروش یا آقای داریوش که گفته سر قبر منم نبندین، مثل که اول نمیدونسته، میخواسته سر بسته باشه، بعد گفته سنگ رو نبندین باز باشه تا همه ببینن من چیزی از دنیا نبردم. شما به من بگو مگه اینا زرتشتی نبودن؟ زرتشتی ها که قبر ندارن، زرتشتی ها که مرده هاشون رو نگه نمیدارن، زرتشتی ها تا همین اواخر شاه و اوائل دوره خمینی توی یزد مرده هاشون رو میبردن سر یک شیرکوه کجا میبردن اون بالا میذاشتن، کلاغ و حیوان های دیگه میمدن اینا رو میخوردن، آفتاب کمک میکرد اینا رو میپوسون، اونا میمدن میخوردن، مثل هندی ها که میسوزونن اینجوری. آقا خانم، اینا یه مش دروغه که هر کسی گفته به چه دلیلی این سنگ اونجا بوده، کی گذاشته، اصلا اینا مال چیزای فضایی بوده. و الا من تخت جمشید دیدم، اصلا امکان این که یه کسی یه چیزی اینجوری بذاره با این طول و با این وزن و با اینا نبوده. حالا یا باید بری دنبالش تحقیق کنی، وقتی تحقیق میکنی حوصله مخالفین هم داشته باشی، یا نه. در صورت میگه گور دختر در سال 1376، دوستان 1357 انقلاب شده ها،
1376 با شماره 1897 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. حالا چون به ثبت رسید من عکسش بهتون نشون میدم، حتما در سفر آیندهتون برین از قبر کاهر کوروش یا مادر کوروش دیدن کنید. اون وقت شمایی که میگی آقای چمنارا، شمایی که میگی این آمریکایی ها از رو همون خشت گلی کوروش این چیزا رو نوشتن، این آقا کوروش، این دستندرکارانش نمیتونستن اسم خواهر این، اسم مادر اینو بنویسن بفهمین این مادرش بوده خواهرش بوده؟ آخه نمیخونه این حرفایی که به هم میزنی. اینم یه چیز دیگه. یه جای دیگه میگن اینا رو به عنوان ساعت استفاده میکنن. بعد حالا از اون مهمتر زیرش نوشته آنقدر فوروارد کنید شاید کسی دلش سوخت و اقدامی کرد. ببخشید اینو باید بنویسید که آنقدر فوروارد کنید تا جونتون در بره. این همه فوروارد کردیم چه چیزی نصیبمون شد که حالا من عکس اینی که منی که بچه شیرازم، منی که فیروزآباد و شاهبهرامی و شاه ابوالخیر و دیگه کجا تلبرنجی و اینا رو رفتم، از هم چیز خبر نداشتم، حالا اینقدر باید اینو فوروارد کنم تا جون از فلانمون در بره. بعد چی میشه؟ ولی همین پدرسوخته ها اومدن اینو به ثبت رسوندن. از فردام حالا رفتیم سال نو میریم اینجا، احتمالا سیزده بدر هم میریم اونجا، سال نو میریم پاسارگاد دیگه سر تحویل سال. یادتونه دور شاه هم همون میرفتیم مشهد و قم و اینها. خب سلام جناب سرگ، پارسال دوست امسال آشنا. این آقای مشتبه همه تون میشنسینش، قبلا با هم کلکل میکردیم. بهش گفتم آقا مثل این میمونه که من امروز برم باغوش به یه میمونی که اونجا هست بگم که آقا پارسال دوست امسال آشنا. خب این بدبخت میمون که اونجا گیره اسیره، من که اینجا هستم دوست عزیز، شما هستی مسلم مثل مارکوپولو، یه روز کانادا هستی یه روز تهرونی یه روز بندر پهلوی هستی بندر انزلی هستی، و چرا ما همش طعنه میزنیم به هم دیگه؟ پارسال دوست امسال آشنا، شما دو سال سه سال یاد ما نبودی، حالا یه ویدیوی یکی دیگه فرستاده افتاده دست شما، شما دیدی گفت ای سوربی مشنگ میشناسم من. این بنا در شیراز شما بود و ما نمیدانستیم. ناراحت نباش، خیلی چیزا رو خود من نمیدونم. ببینم این فیلم چیه یه لحظه. خبرگزاری صدا و سیمای فارس، اجازه بدین تا این که باغ ها، این نارنجستان قوامه، من مدرسم درست پشت این بود و تا شوهرم هم تو این، چون مال دانشگاه بود شوهرم هم اینجا کار میکرد و آقای سبحانی. بفهم اینجا خانه محمد رضا خان قوام الملک وادی فارس در دوره قاجاریه بوده است. خانه این زیبا که معماری کم نظیر آن را میتوان با شکوه و عظمت بیشتری آن طرف دیوار خانه دید. این یک راه ارتباطی بوده که اندرونی رو به بیرونی خونه همون دیوان خانه وصل میکرد. ساخت این بنا که به دلیل وفور درخت نارنج در محوطه آن به نارنجستان قوام معروف شده 10 سال طول کشیده. برای ساخت این مجموعه که هنرمندای شیراز، تبریز و اصفهان به کار گرفته شدن، هم برای ساختش هم در سنوات بعد در مرمتش، ما 7 هنر معروف بسری. برید با یا نارنجستان قوام رو ببینید، خیلی جای قشنگی. در صورت خانم لیلا میگه که این جاده وحشت نامیده میشد، جاده چالوس جاده وحشت نامیده میشد. خب این هم بعد از 7000 سال پادشاهی و 10000 سال پادشاهی یه جاده داشتیم، اون تونل کندوان بود چی بود، سال یه دو نفر توش خفه می شدن، یه تونلی بود اینقدر دود عجب بدبختی بود. Facts about Islam میگه اینم حقیقت هایی درباره مسلمان. آهان دوستان این خیلی جالبه، اینو فکر کنم آقای بزنید ببینم آقای آریانپور برای من فرستاده. این نشون میده طبق آمار زاد و ولد که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و اینها ول معطل بچه ساختن و بچه درست کردن هستن، کشورهای اسلامی هی دارن بچه درست میکنن، هی فوششون میدیم ما آقا گفته 1,000,000 تومان بهتون میدم. شما نمیدونی میگه یه مدت دیگه قانون اساسی‌ها رو هی باید این اسلامی‌ها بنویسن. اینم با دقت نگاه کنید، البته 6-7 دقیقه است
من نمیدونم همه اینا رو من میتونم بذارم زیر فیسبوک یا نه. این جالبه. خب دیگه زود باش کنم. این عمر کوتاه ما رو. In order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. بله میگه اگه بخوایم یک فرهنگی دوام پیدا کنه بعد از 25 سال، اینا باید آمار زاد و ولدشون 2.11 باشه. در هر صورت اختار میده که توی اروپا و توی کشورهای آمریکایی و اسکاندیناوی و اینها این کمه و در عوض ببینید مسلمان‌ها دارن چیکار میکنن. With anything less, the culture will decline. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. A rate of 1.3 impossible to reverse because it would take 80 to 100 years to correct itself and there is no economic model that can sustain a culture during that time. In other words, if two sets of parents each have one child, there are half as many children as parents. If those children have one child, then there are one-fourth as many grandchildren as grandparents. If only a million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8. ببخشید دوستان، من اصلا نمیتونم ویدیویی تحمل کنم که داره به شما آمار میده و صحبت میکنه، اون پشتش یکی داره براتون عود میزنه. حالا یکی عود میزنه، یکی پیانو میزنه، فلان. یعنی واقعا فقط از یک مغز مریض برمیاد که موزیک بک‌گراند بذاره روی چنین چیزایی. خب یه وقتی داری منظره نشون میدی، نمیخوای حرف بزنی، یه موزیک ملایم بک‌گراند هم میزه. یه وقتی میخوان یه کسی ماساژ بدن بخوابه، نمیدونم بره تو ذهن، یه موزیک ملایم. من نمیدونم این کرم موزیک گذاشتن رو ویدیو از کی افتاد تو جون آدمیزاد. در صورت توضیح این اینه، میگه که اقلن هر زن و مردی باید دو تا بچه بیارن تا اینا ادامه پیدا کن. اینی که هر زن و مردی یه بچه میارن میگه بسمونه، این پدرمونو در آورد، خرج زیاده، پول بیبی سیتر زیاده، اون فرهنگ، اون نسل، اون کالچر از بین میره. حالا اینایی که هی زور میزنن ولی بهشون که میگی مسخره میکنن که مسلمونه 8 تا بچه داره، 20 تا بچه داره، 12 تا بچه داره، 25,000 دلار صدام میداد، اینا میرفتن خودشون میکشن. آقای احمدی نژاد اعلام کرد 1,000,000 تومان میدیم هر کی بچه دار بشه. و همه میگفتن این احمدی نژاد خوله، دیوونه. اونا فکر فرداشون هست. اینم از خب بریم سراغ نوشته ها و چیزای بعدی. آقا این آقای باقر هرندی دوستمون که یه مدت هم با هم قهر بودیم و دعوا داشتیم ولی خیلی خوشحالم که باز با هم دوست هستیم، یه پیام گذاشتن از نیویورک، بشنویم با هم. آقای سلوی گرامی، من باقر هرندی هستم. با عرض ادب، با اینکه کمتر تلویزیون نگاه میکنم چون همشون دروغ میگن، امروز خیلی لذت بردم از برنامه دیروز شما جمعه 13 اپریل که راجب موشا گفتید که باهوشن و از کشتی میپرن بیرون زودتر از این که غرق بشن، و این آقای سخنگوی کانگرس پریده از کشتی بیرون. لذت بردم واقعا. خدا نگهدارتون، به گفتار خوبتون و ارزندتون گوش میکنم و لذت میبرم. ادامه بدید، خدا نگهدارتون. ممنونم. امیدوارم این آقای هرندی هم گهگاهی همین پیامای اینجوری رو برای ما بذاره، اینجوری ما میتونیم نظرش رو منتقل کنیم. خیلی میدونه. اول این برنامه دعوت میکنم که بره سخنرانی و صحبت کنه و اینها، ولی تا حالا فرصتی نشده که توی تلویزیون مردم با هم
گفت و شنودی داشته باشیم. درباره موش ها و اینکه باهوشتر از مسافرین هستن و تا کشتی سوراخ میشه فرار میکنن، یه دوستی برای من نوشته بود که خب آقا شما بعد میگید که شاه ترسو بود فرار کرد، خب چرا نمیگید که شاه باهوش بود؟ گفتم خب اگه بهش بگی موش ما قبول داریم، اگه بعد تریتش کنی مثل موش بگو بله فرار. ولی شنیدید تو عربستان بالاخره حالا سینما اینا را شاه رو ول کنیم، چون خانم نیه من میگه شاه مرد ولش کن. این ماجرای شاه مرد خیلی جالبه. دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن یه جایی شروع میکنن صحبت کردن که آقا اگه شاه بود نه تنها مشکلات ایران را تا کنون حل کرده بود، مشکلات دنیا را هم حل کرده بود. اینو میگن. بعد همچین که با چهار تا منطق میخوایم بهشون بگیم آقا شاه از بیسوادیش از ترسویش این مشکلات رو درست کرد، انداخت به مردم و رفت، بعد میگن آقا ول کن مرده دیگه. نمیدونیم این یکی و هنو یاد نگرفتم با اینا چیکار کنم. ولی بریم ببینیم روش بلیت کنترل کردن در کشورهای عربی در عربستان که تازه سینما درست کردن ببینیم. بعد شما از اون مهمتر نگاه کن ببین که این به اصطلاح عکسایی که روی این ویدیو گذاشتن، ویدیو خودش اندازش چقدره، بعد ببین چقدر چی نوشتن گذاشتن. اینم یه نوع دیوانگی دیگه است. دو ببخشید من زدم روی سه، نگاه کنید این ویدیو اینقدره، طرف اینقدر روش نمیدونم السینما فل 18 آپریل اوکی. تمایل ممنوع، تنکس ممنوع، سناب شات ممنوع، وانت تكرسك ممنوع، الاكل الاكل الضحك ممنوع، خوردن ممنوع في البيت ان شاء الله. اكلش ما فهمت. اختي اختك الله يزوجها ان شاء الله. بدل حب استقبل على امي مسوي روحك صغير، مسوي روحك صغير. شايف وراها التحر والدي. الله يشفيك يا حرمه. الحفله من هنا؟ اي حفله من هنا. الله يشفيك. وش ذا وش ذا؟ آها یه نفرم با لباس زنونه رفت که بره بتونه بره داخل خانم ها. این همینه دیگه، این چی بهش میگن، این برخورد فرهنگا اینجوریه دیگه. اولی که میاد همینه، بعد درست میشه. حالا باز عربستان هم شروع کرده هم ماشین و هم این چیزا، و دیدم قمارخونه هم راه انداخته و قمار هم همیشه بوده، حالا یه مقدارش مخفی بوده یه مقدارش حالا دیگه پردر انداختن اومدن بیرون. و اما ببینیم که نگاه این کشورهای آمریکا و به اصطلاح اروپا به عرب ها چگونه هست. ATM که میدونید چی میگن به ATM؟ اتوماتیک تلر ماشین. اینایی که پول میگیرین، دستگاه خودپرداز. شنیدم که تو ایران اون مثل اینجا میرن، اینجا یه پیکاپ تراک میبرن با زنجیر میندازن دورش میکنن میرن، تو ایران هم اینجوری کردن یه چند میلیون دلار تومان بردن. ببینید این ATM اینجا پرچم عربستان سعودیه، لا اله الا الله. این آقا هم پرنس جدید بن سلمانه، بعد میگه کش بن ماشین. حالا اینجا هم آقای ترامپ اول از همه، این ترسا می ترسای هم چیزی، اینم مال فرانسه است. و توی ماجرای حمله به سوریه دوستان انگلستان و فرانسه و آمریکا با هم همکاری کرده بودن، اون شب یا صبح زود حمله کردن به سوریه. اگر کسی خبر جدیدی داره لطف کن برای ما بسید. پتیک نوشته هایی که میدیسه خیلی خودمونیه، تلفن که میزنه خیلی خودمونیه و دیگه حرف دلشو میزن. سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشینه. میگه کاکو جون در مورد شهر گلندن کالیفرنیا تحقیق میکردم که باید بگم جستجو درسته. شهری با 200,000 جمعیت و 30 مایل مربع مساحت، 112 آمین شهر، آها 112 همین شهر پر جمعیت آمریکا و از لحاظ امنیتی و تحصیلی و زندگی در رده 10 شهر اول قرار دارد. آتش نشانی آن در رده 7 می باشد. آمریکا دارای 3114 کانتی و 19354 شهر مستقل می باشد. نیویورک با 8.9 تقریبا 8-9 میلیون و لس آنجلس با 3-4 میلیون پر جمعیت ترین شهرها هستند
کم جمعیت ترین کاونتی با فقط 82 نفر، لاوینگ در تگزاس و لس آنجلس کاونتی با 9.8 میلیون نفر پر جمعیت ترین می باشد. اولی شبهاتو نشون نیویورک، بعد شهر لس آنجلس با کاونتی لس آنجلس اشتباه نشود. پتیک، نه ممنونم، این خیلی دنبال آمار و ارقام و اینها هست و راجع به هواپیمایی نوشته بود که هواپیمای سقوط میکنه برای که داشته به دختر 16 سالش پرواز هواپیما رو یاد میداده. یعنی شما ببین یه خلبان چقدر نادان، چقدر پوفیوز باشه که جون خودش، دخترش 60-70 تا هرچی مسافر بوده به خطر بندازه، به جای این که به دخترش بگی میخوای خلبان بشی، بگی من توی این مدرسه رفتم الانم جزو آلمنای هستم، به تو هم تخفیف میدن، ببرو اینجا یاد بگی. خب اینا رو باید چیکار کنم؟ هواپیما رو زده سقوط کرده، همون مردن رفت، معلوم شده که داشته به دختر 16 سالش پرواز یاد میده. و اما این جان بولتون دیوانه، قیافش رو نگاه کنید، تیتر این نوشته بود جان بولتون جنگ طلبی که هرگز خدمت سربازی نرفت. میدونید که ترامپ هم از سربازی در رفته، گفته یه استخون کوچولویی تو پای من هست اذیتم میکنه. و اینا کسایی هم که جنگ نمیرن ولی جنگای دنیا رو اینا را میندازن، یه عقده خاصی توی مغز پوکشون بوده و هست. حالا امیدوارم که این برنامه ایران و برنامه سوریه و اینها، اون افرادی هم که اونجا سر کار هستن، اونا هم دیکتاتور هستن، بشار اسد و آخونده و اینها، اقلا پند بگیرن از صدام، از قذافی، از شاه، دیگه از کی بگید، از اون علی چی بود مال تونس، پند بگیرن و زودتر به فکر خودشون باشن. میگه کاکا جون صبح بخیر، تا دقیقه یک گوش کردم، گفت برای کسانی که از زندگی خود لذت میبرن توصیه نمیشود. یه چیزی هست راجرای به دیدید تو بعضی فیلم ها یک جانوری نشون میده، یه قولی نشون میده، یه چشم وسط پیشونیشه، یا بعضی ها سه تا چشم دارن، یک دو سه، این بهش میگن چشم سوم. شما تا حالا چیزی شنیدید راجع بهش؟ اگه نه برید همون با فارسی هم تایپ کنید توی گوگل یا یوتیوب چشم سوم. چشم سوم انقدر من راجبش خوندم و ویدیو نگاه کردم، به نظر من چیزی به غیر از یه مزخرف نیست. و تازه ما با همین دوتا چشممون چقدر بدیها، ظلم، کشت و کشتار میبینیم که گاهی وقتا دلون میخواد اصلا چشممونو ببندیم، نه یکیشم، دوتاشو ببندیم. حالا دیگه فکرش بکن که یه چشم سوم هم داشته باشیم، میشه یه برابر نیم ببینیم دیگه، 50% هم بیشتر نخواستیم. پیشکش اونایی که باهوشتر از ما هستن. پتیکم چون مثل خود من زبله، گاه آقا من نخواستم، ولش کن بره. اینه، بذار بهتون نشون بدم چشم سوم چیست، تعریف و طریقه باز کردن چشم سوم. اینم یه مشتی میگه بعد تقریبا همش مزخرف بذاریم ببینیم. میخوام فقط بهتون نشون بدم که وقتی دنبالش میگردید ببینید دنبال چی باید بگردید. نگاه کن آقای خسرو بهرامی، ببین من از این بالا که آدرس هست، از این بالا ببین اینجا آدرس، اینو نشون میدم، این پایینم که تایتلش هست یا عنوانش هست نشون میدم چشم سوم چیز، تعریف و طریقه باز کردن چشم سوم. اینو یه نفر 7 جولای 2017 گذاشته، اصلا کانالش هم اسمش هست راز موفقیت. حالا ایشون چقدر موفق شده که داره به من و شما هم رازشو منتقل میکنه من نمیدونم. اینقدر آدم موفقیه که میاد میشینه وقتشو تو یوتیوب میگذره، مثل اینایی هست شب به شما میگه که بیاین این کتاب رو از من بخرین، بهتون یاد میدم که چجوری بدون پول پولدار بشین. و یکی بهش نیست که بگه که اگه تو بلد بودی دیگه حالا مجبور نبودی خودت بشینی کتاب بفروشی، یا بشینی سی دی بفروشی، یا بشینی دی وی دی بفروشی. ولی خب دیگه اینا هم اینجوری زندگی میکنن و نون در میارن و میرن. و اما نوشته حملات تروریستی و تبهکارانه آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه را قویاً محکوم میکنیم. چقدر خوشحالم که اینها محکوم کردن و حالا دیگه از فردا آقای ترامپ، اون ماکرون چیه و این خانم، هر ستاشون با پای برهنه میخوابن،
چون این آقا تحریمشون کرد. پول ایران در حال سقوط، آمریکا از این فرصت استفاده کند. ببینید خیلی جالبه ما به آمریکا میگیم پول ایران در حال سقوط، شما بیاین استفاده کنید. نمیدونم لیلا خانم از چی خندش گرفته. میگه پول ایران در حال سقوط، آمریکا از این فرصت استفاده کند. این بی خود نیست، میگن آقا اگر یک کسی آگهی بده ما مثلا 4 تا جاسوس میخوایم 40 میلیون میرن اونجا اپلیکیشن پر میکنن. میگه که ریال ایران این هفته به پایین ترین ارزش خود در برابر دلار رسید. معمولا شگفتی های اقتصادی عامل محرکه نزول شدید یک واحد پول است، اما این بار چنین نیست. این سقوط تا حد زیادی واکنشی به خبر انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی پرزیدنت ترامپ بوده است. از زمان این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا ریال 20% ارزش خود را از دست داده است و تقریبا 15% این نزول را در روزهای اخیر شاهد بودیم. با آغاز فعالیت رسمی جان بولتون در این هفته، بازار ایران از این ترس دارد که آمریکا در میان تلاش برای محدود کردن توسعه طلبی منطقه ایران به سوی سیاست‌های تخاصمی‌تری حرکت کند. پرزیدنت ترامپ در حالی که دولتش می‌کوشد نواقص توافق هسته‌ای ایران را برطرف کند، باید این ترس از سیاست‌های تند مشاور جدیدش را به فرصت تبدیل کند. مشخصا کاخ سفید باید با تحریم دوباره بانک مرکزی ایران ترس صرافان ارز را تصدیق کند. این که اکنون قصد دارد آسیب‌های جدی به اقتصاد تهران بزند. آفرین. یعنی اگر ترامپ هم نمیدونه، این دوستان ما قشنگ بهش تقلب میرسونن که چگونه بزن پدر ما و مملکت و مردم رو در بیار. و اما میگه تنها نتیجه این حمله سوریه و اینها دشمنی بیشتر. شما هم بد مینویسی ها، شما که نویسنده خوبی هستی، این نوشتت خب باید یک کسی دیگه که میخونه، هدف از نوشتن گفتن انتقال منظوره. اگه یک کسی بخونه متوجه نشه، خب شما نتونستی انتقال کنی. همش برگردیم سر این فعل، فاعل، مفعول، نقطه، کاما، ویرگول، فاصله. تنها نتیجه دشمنی بیشتر با غرب و طرفداری از روسیه و ایران. کشورهای بریتانیا، فرانسه و آمریکا منتظر نتیجه گزارش کمیته بازرسی که دیروز وارد شد نشدند تا دلیل مادی داشته باشند چه عذری را خواهند گفت. اگر مانند تراف ثابت بشه که اسلحه شیمیایی نداشتند، مثل که اون محل چیز رو میدید. نمیدونم در صورت این جمله نویسی شما یک کمی با فارسی بد من قاطی میشه. این دوستمونم مسیج گذاشته ولی گفته برای خود من هست، از کانادا ممنونم در رابطه با همون عبدو. متشکرم، پیام شما رو شنیدم، تصحیح کردم. و این که ببینیم پیام ایشون چی میگه. یک لحظه یادتونه من چند بار گفتم که این چه کار زشتیه که انجام میدین؟ گوشی رو با هم میدارید میگیرید، یه نفر که داره حرف میزنه پیام میذارید برای یه تلویزیون دیگه. اقلن بگید که ببینید من امروز داشتم برنامه میبودی رو گوش میدادم، خود شما ببین چی میگه، که یعنی نقل قول نکرده باش. اتفاقا میخواستم به این آقا یا خانم زنگ بزنم چون این بار شمارهشون افتاده، ولی حقیقتش گفتم اصلا حیف وقت. یعنی اگر یک کسی اینقدر نمیفهمه که این کار زشتیه، حالا من هرچی هم میخوام بهش بگم، ولی بعضی وقتا هم میگیم اگه بگیم از امروز دیگه میفهمه زشت انجام نمیده. نظر شما چیه؟ کارهای زشت دوستان و دشمنان رو بهشون گوش زد کنیم یا بذاریم خوش باشن؟ خب بریم سراغ خبر یا نوشته بعدی. آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. این اکثر اون روز بهتون نشون دادم، عکس قشنگیه، شادم اگه نشون ندادم یادم نیست، حالا بهتون میگم. این ماجرای همین این دوستانم که عربی میدونن از ما بیشتر عقده دارن که روی عکسی از بالا تا پایین چی بنویسن.
مثلا این دو خط رو زیر می‌نویس، اسمش رو اینجا نوشته، یکی دیگه اینجا نوشته، اینو بالا نوشته، میگه که an Egyptian journalist made this، اینا یک روزنامه نگار مصری درست کرده. میگه که it says in Arabic Zuckerberg has do، میگه این آقای زوکربرگ که صاحب فیسبوک هست، مؤسس فیسبوک هست، به این آقای بن سلمان دیگه نه، محمد بن سلمان گفته که میخوای من به اصطلاح نظرات مردم رو در اختیارت بذارم که بدونن چی رأی میدن و اینها، گفته اصلا نگران نباش تو کشور ما رأی گیری نداریم. امروز داشتم این مصاحبه رو نگاه میکردم، شام مصاحبه میکنه، بعد طرف بهش میگه خب شما تو مملکت تو نه پارتی داری نه حزبی داری، این ما رستاخیزه. میگه که چرا ما داریم، حزب رستاخیز داریم و هر کسی از هر نوع عقیده‌ای میتونه بیاد توش. و برای یه دوستی نوشتم آخه شما ببین یه شاه که اقلا دو روز رفته سوئیس، حالا رفت دعوا کردی از مدرسه انداختن بیرون، دیپلم نگرفتی، ولی اقلا یه چیزی می چهار تا نمیدونم پارتی سیاسی و فلان اینا، چهار تا حزب سیاسی باید یاد میگرفتی که داشتن میان حرف میزنن فلان که مسخرت نکنه. بعد این دوستو نشد آقا قبل از این سه تا حزب داشتیم، گفتم اون سه تا حزب به درد سه تا عمه من میخورد که همشون هم مردن. چه حزبی داشتیم؟ حزب ایران نوین و حزب مردم و حزب نمیدونم ایران، سه تاش نوکر آقای هویدا بوده و علم بوده و شاه بوده، نماینده ها و نمیدونم فلان هم، همه اینا کارمون خراب. من دیدم اون مصاحبه رو. کدوم مصاحبه رو؟ امروز خیلی داری میخندی ها لیلا خانم، مواظب خودت باشه و خدای نکرده اون وقتا یادتونه بهمون میگفتن زیاد نخندید، یه اتفاق بدی براتون میفته، عجب ملتی هستی. اینجا میگن بخندی جوون بمونید، اونجا میگفتن زیاد نخنده، یه اتفاق بدی برات میفته. حالا شما چون اینجا هستی بخند تا دنیا بهت بخنده، پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. و ایشون هم میگه که من دیدم اون مصاحبه رو، بعدم مرسی متشکرم. کم کم منم دیگه به آخر وقت، کم کم چیه 3:57 هست، اجازه بدیم ببینم چه چیز دیگه ای اینجا. آهان عکسای افغانستان و اینها بود، رانجاز قوام و کنترل ویلی سینما کاریکاتور اونم بهتون نشون دادم، چشم سومم بهتون گفتم، خیلی هم بهتون خدا وکیلی چی منتقل میکنیم ما. و اما اون دوتا پیامم گفتم، یکیش که دوستمون گفته فقط برای خودتونه، املاکی که رضا شاه دزدیده بود، این رو اون روز خوندم، این رو این دوستمون نوشته بود که گفته بود شما توی برنامه، آها این بود که خاطرات جلال عبدو، حالا چون اسمش رو اون روز من غلط گفتم امروز درست میخونم، بذارید پس اینجا براتون نوشتارم نشون بدم، این هم باشه حسن ختام برنامه امروز. اینجا بله، خاطرات جلال عبده جلد اول، برگشت املاک غصبی اختصاصی به دربار. تعدادی نمایندگان مجلس 15 هم از جمله علی امینی، عبدالحسین نیکپور 1327 اواخر سال امیر تیمور کلالی افخمی و نگارنده به اقامت اشرف پهلوی دعوت شده بودیم که درباره املاک غصبی اختصاصی که توسط شاه به دولت واگذار شده بود و بازگشت آن به دربار به عنوان وقف خاندان پهلوی مذاکره کنیم. هجیر که به تازگی از نخست وزیری کنارگیری کرده بود نیز حضور داشت. اشرف نیز متعاقب حضور نمایندگان وارد سالن گردید. اشرف به هجیر گفت طرح لایحه‌ای را که پیرامون بازگشت املاک نامبرده به عنوان وقف خاندان پهلوی بود، توی پرانتز بساز که به سازمان خدمات شاهنشاهی تعلق می‌گرفت، قرائت نماید. به موجب آن تر املاک نامبرده مجدداً به دربار باز میگشت. صریحاً خاطر نشان کردم که چنین طرحی به نفع کشور نیست و به مصلحت شاه هم نخواهد بود. هجیر و اشرف هر دو براشفته و خشمگین شدند. امینی هم با اشاره سر، اجازه بدید من این قسمتش رو بهتون نشون بدم که بله کچه دوستی گفت این نوشته ها قابل خوندن نیست، گفتم ما فقط نشون میدیم به شما که بگیم که این ما ننوشتیم، مدرک هست. و بله نوشته که هجیر و اشرف هر دو براشفته و خشمگین شدند. امینی هم با اشاره سر مرا تأکید با سر مرا تأیید میکرد. اشرف با لحن تندی گفت طرح تأیید شده ایرانی ندارد، به عرض اعلیحضرت برسانید و بگویید. اینجا نوشته عبدی و امینی،
با آن مخالفند. حالا این عبدی همون عبدو است. بله، عبدی و امینی با آن مخالفند. امینی گوشزد کرد که به اظهار نظری در آن باره نکرده. نگارنده بار دیگر متذکر شدم که در عالم صداقت عقیده خود را اظهار کردم و آمادم نظر خود را نزد هر مقامی آشکارا ابراز دارم. دولت طرح لایحه‌ای در این زمینه به مجلس شورای ملی تسلیم نموده و با وجود مخالفت تنی چند از نمایندگان لایحه‌ای به نام ماده واحده واگذاری املاک اعلیحضرت فقیه به اعلیحضرت همایونی به تصویب رسید. قبادیان نماینده باختران گفت این املاک که به زور و به رایگان از طرف عمال شاه سابق گرفته شده است، من جمله خود بنده را بدین منظور به زندان انداختند و املاک آبا و اجدادی 500 ساله مرا تصرف کردند. حال اگر این املاک را بخواهید وقف کنید، تعدی به مال مردم کرده اید. در هر حال لایحه با مداخله شخص شاه به تصویب رسید. به این طریق 2400 آبادی از املاک قصبی رضاخان مجدداً به ملکیت محمد رضا پهلوی درآمد و عنوان عوام فریبانه موقوفات خاندان پهلوی به آن داده شد. یعنی کلاه شرعی سرش گذاشتن. دوستان عزیز، برنامه ما این بود. تعداد بینندگان تلویزیون مردم همین 6-7 نفریه که میبینید، ولی خودتون قضاوت کنید. ببینید 20 سال هست ما این کار رو انجام میدیم، ادعامونم همین قدری که میبینید، ولی پرتوانتر پربیننده تر از تلویزیونایی که ادعا میکنن 40 میلیون بیننده داریم پیش میریم. و شما هم یکم انصاف داشته باشید، تلویزیون مردم رو حمایت کنید. اگر هم مایل هستید این کتاب رو داشته باشین، آدرستون رو برای من با فیسبوک قسمت پیام خصوصی، نمیخوام آدرستون رو همه فیسبوک بذارید که 9000 نفر اینجا ببینن اینا، بفرستید. ما این کتاب رو براتون میفرستیم، امیدواریم شما هم حمایت کنید. اجازه بدید ازتون خداحافظی کنم تا چهارشنبه. معمولا چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر دوستمون از خلیج فارس درباره عقل بشر صحبت میکنن. شما هم میتونید درباره هر چیزی که مایل هستید صحبت کنید. جمعه هم که با دوستان خواهیم بود، اول کانون آوا ساعت 12، 2 بعد از ظهر سوربی با مردم. این هفته احتمالا 1 یا 2 مهمانم داریم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، و نظراتتون رو بگید. لازم نیست به من بگید اینجا که شما اینجوری میگید، بگو نظر من اینه. من میگم این دختر خانم، هیچ کدومتون شما دلتون نمیخواد دختر شما باشه، دختر داداشتون باشه، فامیلتون باشه، ولی اون حسی که نمیدونید چه حسیه، حس دلسوزی، فکر میکنید آه چقدر خوبه این باهوشه، این بیچاره هوشش داره صدمه فیزیکلی بهش میزنه. شما حاضری باهوش باشی ولی مثل این آقای استیون هاوکینز که 2 هفته پیش مرد اینجوری باشی؟ من میخوام این هوش تو سر خودت بخور. و بیچاره آن که گرفتار عقل شد، خوشبخت آن که خرامد الاغ رفت. خوش باشی. مرسی از برنامه های خوب شما سربی عزیز. ممنون و متشکرم. بهترین تیوی مردم تیوی. چه شعار خوبیه. اون وقتا این آقای علیرضا امیر قاسمی که میگفت که همه چی این هم اقدر اسم تلویزیونش عوض کرده که دیگه یادم رفته، همه تماشا میکنن یا تلاش دارن. شما چطور؟ حالا این شعار شما خوبه. بهترین تیوی مردم تیوی، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. روز و روزگارتون خوش، به امید دیدارتون در برنامه‌هایی که حضوری هست، و اونجا هم سعی کنیم به بحث و گفتگوی سیاسی تبدیلش نکنیم. مرسی. خدا نگهدار.